بریم سراغ ادامه کارمون. پس بچه ها ما 12 رو در موردش صحبت کردیم، فصل 1 تموم شد. میخوایم بریم ادامه اون چیزی که توی پایه رفته بودیم، گفتار 3 فصل 2 رو میخوایم بریم، بعدم بریم فصل 3. خب آقا گفتار 3 چیه؟ گفتار 3 اولین جانوریه که ما توی کتاب‌های زیست داریم، گفتار 3 فصل 2. بچه ها جانوری ها توی کنکور خب یه بخشی هستن که به خاطر اینکه ترکیبی خیلی بینشون میخوره بخش مهمه، یعنی تستاش تستای به نسبت دشواری به حساب میشه. چیزی که خیلی مهمه بچه ها، جانوری توی کتاب دهم، یعنی شاید واقعا 85% مطالب جانوری، یعنی اون دشواری ها و اون نکاتی که توی جانوری هست، توی کتاب دهم توی 4 تا گفتار 3 باشه که توی فصلاش ما داریم، یعنی فصل 2 تا 5 گفتار آخرش اکثر جانوری کنکور رو تشکیل میدن. حالا توی 11 هم یه مقدار کمی جانوری داریم. به عنوان اولین فصل بچه ها یه شیوه کلی رو به شما داره نشون میده، یعنی در واقع میگه که آقا من به چه روشی میخوام جانوری رو بگم. ببین روش کلیش اینه که توی گفتارهای جانوری میاد از ابتداش، از ساده که جاندار تکسلولی به حساب میاد شروع میکنه، میره تا پیچیده که یعنی نزدیکترین جاندار به انسان، خود در واقع جاندار مثلا مثل پستانداران رو آخرش میاد صحبت میکنه. پس این روند از ساده به پیشرفته رو در واقع روند تکاملی رو داره میره جلو، یعنی جانداری که از لحاظ تکاملی عقب تره میاد اونا رو میگه، بعد میگه مثلا در روند تکامل مثلا این بوده، این ساختار بوده، بعد این تشکیل شده، همینجوری به ترتیب میره جلو. خب حالا در مورد گفتار 3 توی فصل گوارش اینجوری میاد شروع میکنه، میگه که آقا بعضی جانداران مواد مغذی رو از سطح یاخته یا بدن و به طور مستقیم از محیط دریافت میکنن. خب ببین وقتی میگه سطح یاخته یا بدن، در مورد سطح یاخته منظورش کیه؟ جانداری که مواد غذایی رو مستقیم از محیط از سطح یاختش میاد میگیره، منظورش جاندار تک یاخته ایه. خب چه جاندار تک یاخته ای الان ما داریم اینجا؟ مثالش کدومه؟ مثالی که ما توی کتاب بررسی میکنیم از جاندار تک یاخته ای که مواد رو مستقیم از محیط میگیره، مثالش پارامسیه. خب در ضمن از سطح بدن زمانی که میگه، یعنی بدون اینکه بخواد گوارشی بده از سطح بدن مواد رو بیاد جذب کنه، مثالی که اینجا داریم کرم کدو هستش. بچه ها کرم کدو رو حواستون باشه با کرم کبد اشتباه نگیرید. توی 11 یه جاندار به نام کرم کبد معرفی میکنه، میگه یه جاندار هرموفرودیت یا نرم‌ماده است. یه ذره ظاهر اسمشون شبیه به همه، کدو و کبد، وگرنه دو تا کرم مختلفن، دو تا ساختار مختلف هم دارن. بچه ها اینو اگه آورد گذاشت کرم کبد در واقع غلطه، در مورد کرم کدو صرف این قضیه ساده. خب پس میگه به طور مستقیم از محیط دریافت میکنن. حالا میگه دوتا رو توضیح میده، میگه این محیط میتونه آب دریا باشه. اگر آب دریا باشه دوباره مثالش کیه؟ تو همین جانداری که خوندیم، خود پارامسیه. بچه پارامسی یک جانداریه که توی آب زندگی میکنه. حالا آب دریا شه آب شیرین، انواعی از پارامسیا داریم تو جای دیگه هستن، ولی خب به طور کلی بحث آب که داره میگه، بحث آب که داره میگه منظورش پارامسیه. حالا سیرس پارامسی هستن آب شیرین هستن، اصلا ربطی به آب دریا ندارن، ولی خب مثالش میشه پارامسی. دستگاه گوارش که بچه ها میاد میگه، دوباره منظورش همون چیه؟ دوباره کرم کدوه. یعنی میخواد به شما جانداره رو بگه، در ضمن محیطی که جاندار مواد غذایی ازش به دست میارن میگه، میگه آقا پارامسی مثلا انگل نیست، داره از آب میگیره، ولی دستگاه گوارش مثلا کرم کدو که تو روده باری که انسان زندگی میکنه مواد گوارش شده رو مستقیما از دستگاه گوارش میگیره، محیطش در واقع اینه. یا مایعات بدن جانور میزبان که در مورد این بچه ها دوباره مثال تو کتاب نداریم، یعنی جانداری که بیا تو مایات بعد از زندگی کنه نداریم، ولی خب دوباره یه سری انواع دیگه از کرما هستن مثل کرم کدو که به جای اینکه مثلا تو لوله گوارش زندگی کنن، مثلا توی رگ زندگی میکنن، تو رگ خونی زندگی میکنن. پس چیزی که مهمه در مورد مایات بدن جانور اینه که آقا اینا جانداران انگلن. کسی که از دستگاه گوارش یا مایات بدن استفاده کنه توی برای به دست آوردن غذا، جاندار انگل حساب میشه. پس کرم کدو که از دستگاه گوارش میگیره و انگل های دیگری که از مایات بدن به دست میارن. اینجا اگه بهت بگه آقا همه انگل ها مثلا فقط از دستگاه گوارش مواد غذایشون رو میگیرن، غلط. میگه کرم کدو که فاقد دهان و دستگاه گوارش است، ببین جفتشو نداره، به طور کلی چی داره؟ اصلا کامل بخوام بهت بنویسم بگم گوارش مواد گوارش دارد، اما گوارش مواد غذایی ندارد. چرا میگم گوارش دارد؟ الان توضیح میدم برات. ببین گوارش با گوارش مواد غذایی الزاماً یکی نیست. گوارش یعنی هر جایی که ما بیایم یه موادی رو تجزیه کنیم. خب گوارش در اون سلولی میتونه کرم کدو داشته باشه؟ بله. از کجا میدونیم؟ مگه نگفتیم یاخته های جانوری میتونن لیزوزوم داشته باشن؟ خب لیزوزوم
اندامکی که داره آنزیم‌های گوارشیه. خب پس مثلا میگم اگر لازم باشه توی یاخته بدن توی یاخته بدن کرم کدو مثلا یه اندامکی فرضاً آسیب دیده میخواد تجزیه شه، خب لیزوزوم میره این کارو انجام میده، بنابراین میتونه یه سری گوارش درون سلول داشته باشه، ولی مواد غذایی که از بیرون میاد رو کاملا آماده میگیره. چرا؟ چون تو روده باریک انسان زندگی میکنه دیگه، پس مواد کامل گوارش شده، صرفا کار کرم کدو اینه که این مواد گوارش شده رو جذب کنه. خب پس نکته بسیار مهم که تو تستا زیاد استفاده میشه، آقا این که میگیم پارامسی دستگاه گوارش دهان نداره به این معنی نیست که اصلا گوارش نداره، گوارش مواد غذایی که بیرون میگیره رو نداره. میگه مواد غذایی از سطح بدن جذب میشه که گفتیم بالاتر هم از سطح بدن رو صحبت کرده بودیم. خب قیافه کرم کدو به چه صورته؟ بچه اگر این یه ذره شکل، چون پی دی اف کتاب کیفیتش پایینه، اگر که شکل کتاب خودتون رو دقیق نگاه کنید یه چند تا ویژگی داره. بچه این ناحیه که اینجا میبینید بچه ها سر کرم کدوه، یعنی اینجوری نیست که سرش این بر باشه، سرش این سمته، سر کرم کدوه که میره قلاب میشه توی دیواره روده که از سر جاش تکون نخوره. و در ضمن داریم میبینید بچه ها بدنش حالت بند بند داره. اوکی؟ پس پیکره بند بند داره، به اینا میگن اصطلاحا کرم نواری به خاطر اینکه بچه ها حالت یه نوار دارن. و میبینیم هر چقدر که از سر به سمت انتها نزدیک میشیم بندها اندازهشون بزرگتر میشه. پس اینجوری بهتون بگم که بندهای انتهایی بزرگتر هستن. اینم از بحث نکات شکل کرم کدو. کرم کدو بچه‌ها خیلی طولش میتونه بلند بشه، میتونه مثلا در حد 3 تا 4 متر توی به اندازه روده باریک انسان رشد کنه. و این بندهایی که هر چقدر از سر میریم به سمت عقب پیکرش میبینیم که هر چقدر در واقع این فاصله اتفاق میفته این بندها سایزشون بزرگتر میشه. خب بریم سراغ پارامسی که جاندار دومه که میخواد بررسی کنه. ببینید از روند ساده به پیچیده داره صحبت میکنه. خب نکته اولش اینه آقا پارامسی از آغازیان است. این جمله خودش نکته خیلی از تستاست. آقا آغازی نه جانور. حواستون باشه بچه ما جانور تکیاخته ای نداریم. پس کل تکیاخته هایی که کتاب معرفی میکند اگر یوکاریوت باشن میشن آغازی. یعنی ما توی این شکلی که داریم میبینیم اصلا نمیتونیم تو تکیاخته نمیتونیم بگیم تکیاخته جانوره، چون جانوران همواره پریاخته، یعنی همه جانوران پریاخته ای هستن. بنابراین توی تست چجوری بهت میگن؟ مثلا میگن پارامسی سه نقطه توی گزینه‌ها میارد، مثلا میگه جانوری است که با تشکیل واکل غذایی مثلا مواد غذایی رو به دست میآورد. خب به ظاهر میبینی درسته دیگه، در صورتی که اصلا نکتهشون جانور است. حواست باشه که نگه جانور. خب میگه که با حرکت موجک‌ها غذا رو از محیط به حفره دهانی منتقل میکنن. بچه‌ها موجک‌ها کاملا دور تا دورش هستن، توی آب در واقع زندگی میکنه دیگه. با حرکت موجک‌ها باعث میشه این ذرات غذایی بیان هدایت بشن به درون حفره دهانی. یعنی زنش موجک‌هاش به این صورت هستش که مواد غذایی رو دقیقاً وارد حفره دهانی کنه، نه اینکه مواد غذایی پراکنده بشن به اطراف. خب حواست باشه به حفره دهانی گفته منتقل میکنه. اوکی؟ حفره دهانی که ما میگیم بچه‌ها دهان نیست. یعنی اگر بگه پارامسی دهان دارد، پارامسی هم مثل کرم کدو دهان ندارد. اوکی؟ حفره دهانی داره، یعنی یه فضایی که شبیه به دهانه، بهش اصطلاحا میگن حفره دهانی، وگرنه هیچ ارتباطی با دهانی که ما توی مهره دارا خوندیم نداره. میگه در انتهای حفره کیسه ای غشایی به نام واکول غذایی تشکیل میشود. تفاوت بین واکول و وزیکول که فارسیش میشه کوریچه و کیسه چه، بچه فقط تو اندازه شونه، یعنی از لحاظ قیافه خیلی فرقی با هم نداره. یه کیسه است که سری مواد توش هست دیگه. حالا اگر این کیسه از یه سایز مشخصی بزرگتر باشد بهش میگیم واکول، اگر از سایز مشخصی کوچکتر باشه میگیم وزیکول. خب اینا چون سایزشون بزرگه همه واکول حساب میشن توی پارامسی. خب میگه کیسه به نام واکول غذایی تشکیل میده. واکول غذایی درون سیتوپلاسم حرکت میکنه، زمانی که تشکیل شد شروع میکنه حرکت کردن و توی تایمی لیزوزوم ها که یه سری اندامک هستن که کار گوارش رو انجام میدن که خونده بودیم، میان میپیوندن به این واکول غذاییمون که اون مواد غذایی توش رو تجزیه بکنن. پس به طور کلی مواد غذایی تجزیه میشه اون تو، و وقتی واکول ها بهش چسبیدن چی ایجاد میشه؟ واکول وقتی از میخوام لیزوزوم ها به واکول غذایی چسبیدن چی ایجاد میشه؟ واکول گوارشی. مواد گوارشی یافته از این واکول خارج میشوند، یعنی هر ماده ای که توی واکول گوارشی ماده مفید باشه و به درد بخور باشه خارج میشه از این واکول گوارشی، وارد سیتوپلاسم ماده زمینه سیتوپلاسم میشه. و موادی که گوارش نیافتن، این مواد به درد نخور، مواد دفعی،
توی این واکول من میمونن. زمانی که بچه‌ها مواد غذاییم خارج شدن، اسم واکول من دیگه واکول واکول گوارشی نیست، میشه واکول دفعی. و این واکول دفعی هم در نهایت میبینی میره توی یه جایی به نام منفذ دفعی. دوباره منفذ دفعی هم یه فرورفتگی کوچیکه توی قشای سلول. دوباره ببین اگه بگه مخرج غلطه، منفذ دفعی یه فرورفتگی کوچیکه میره در اون ناحیه منفذ دفعی، در واقع محتویاتش خارج میکنه. پس این منفذ دفعی هم حواست باشه، نه مخرج. ما دهان و مخرج در مورد پارامسین نداریم چون اصلا جانور نیست، تکیاخته‌ایه. ما یه حفره دهانی داریم که کار دهان رو انجام میده، یه منفذ دفعی هم داریم که کار مخرج رو انجام میده، یعنی معادل مخرج. خب حالا بریم اون شکلش یه ذره صحبت بکنیم. ببین اولین نکته که جلب توجه میکنه که آقا ساختار یاخته ما در واقع بیزی شکله، یعنی پارامسی ساختار بیزی شکلی داره. تو شکل‌های دیگه هم که تو فصل‌های آینده ازش می‌بینیم، تو همش می‌بینیم که حالت بیزی شکل داره، یعنی حالت کروی نیستش. مثلا برخلاف چیزی که توی استرپتوکوکوس نومونیا دیدیم که یاختش حالت کروی داشت، در مورد اینجا حالت یاخته من بیزی شکله. مورد دوم، می‌بینید که بچه‌ها اینا موژکن. موژک با تاجک متفاوته. موژک در واقع زوائد سیتوپلاسمی کوتاه و متعددن، یعنی کوچولون ولی تعدادشون خیلی زیاده. تاجک زوائد سیتوپلاسمی هستن که بلندن ولی تعدادشون کمه، مثلا یکی دو تا سه تا سلول تاجک ممکنه داشته باشه. به در مورد پس اینو حواست باشه که موژک نه تاجک. در ضمن میبینی که موژک ها کاملا دور تا دور یاخته را پوشوندن، پس موژک ها به طور کامل یاخته را پوشاندند. پس این نکته اول، کامل دور تا دور هست. حتی بچه ها توی حفره دهانی هم وجود دارن، یعنی حواست باشه توی حفره دهانیش هم کاملا پر موژک هست. و در ضمن نکته مهم اینه که موژک های اینجا موژک های بلندتری داره توی حفره دهانیش. اوکی، موژک های بلندترش توی حفره دهانی، موژک های کوتاهش در نواحی دیگه. چرا؟ خب تو حفره دهانی میخواد غذا رو به زور بفرسته در انتهای حفره دهانی دیگه، اینجایی که در واقع واکول غذایی میخواد تشکیل بشه. خب این از اطرافش. نکته بعدی اینه که واکول غذایی زمانی که تشکیل شد، میبینی اول ذرات سایزشون بزرگه، یعنی که شکل کتاب خودتو نگاه کنی میبینی ذراتی با سایزهای خیلی بزرگ اول میبینی. چه اتفاقی میفته؟ یه ذره زمان که میگذره این ذرات غذایی بچا سایزشون کوچیک‌تر میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه به یه دلایلی، به دلیل قرار گرفتن توی محیط، حالا یه مقدار اسیدی محیط واکول، به دلیل قرار گرفتن توی محیط اسیدی ذرات اندازه‌شون کوچیک‌تر میشه. یعنی یه جورایی بچه‌ها این گوارشی که اینجا اتفاق میفته یک گوارش مکانیکیه. من خیلی موافق نیستم که با خیال راحت بریم بگیم گوارش مکانیکی، یعنی بهتره بگیم ریز شدن ذرات غذایی. چرا؟ چون گوارش مکانیکی رو کتاب گفته خرد کردن ذرات، یعنی یه نیروی مکانیکی باید توش دخالت داشته باشه. ولی اکثر طراحا بچا این اتفاق رو میگیرن گوارش مکانیکی، یعنی میگن در پارامسی توی واکول غذاییش گوارش مکانیکی صورت میگیره. پس بچا این دو تایی که اینجا داریم میبینیم واکول غذایی هستن، و اگر به ما بگه در واکول غذایی هیچ نوع گوارشی نداریم غلطه. در واکول غذایی هم از مرحله اول به مرحله دوممون گوارش مکانیکی داریم. خب پس تا اینجا بچه‌ها واکول من واکول غذاییه. بعد که میگذره لحظه‌ای که اولین لیزوزوم با واکول غذایی من قشاش یکی شد، اسم واکول غذایی تغییر می‌کنه میشه واکول گوارشی. پس مرز بین واکول غذایی و واکول گوارشی کدوم چه زمانیه؟ زمانیه که واکول من در واقع به لیزوزوم ها متصل شده باشه. پس نکته خیلی مهمش اینه که اتصال به لیزوزوم اینو تبدیل میکنه به واکول گوارشی. خب واکول گوارشی چه ویژگی داره؟ خب ببین اولا که تو این شکل با توجه به این در واقع وضعیت یه چیز رو ما متوجه میشیم، میبینیم که واکول گوارشی اولا بزرگترین واکوله. چند تا ویژگی داره؟ اولا بزرگترینه، دوما قشای نامنظم داره. یعنی میبینی چون لیزوزوم ها بهش پیوستن، قشای لیزوزوم ها با قشای واکول غذایی من، با واکول گوارشی من یکی شده دیگه، یعنی اندازه قشاش بزرگتر شده. در ضمن میبینی قشاش نامنظم، یعنی اون جایی که لیزوزوم ها اومدن یکی شدن حالت برجسته فرو رفته داره. پس بزرگترینه و قشای نامنظم داره. اینم از این. پس اینم ویژگی واکول گوارشیه. در ضمن چیز دیگه ای که از این شکل قابل تشخیصه اینه که چند لیزوزوم
با واکوله غذایی کی میشوند؟ یعنی حواست باشه یه دونه لیزوزوم نیست که آنزیم هاشو بیاد بریزه، چندین تا لیزوزوم هستن که میان با هم دیگه آنزیما رو میریزن که بتونن یک واکول گوارشی رو واکول غذایی رو مواد توش تجزیه کنن. چرا؟ چون لیزوزوم ها همونطور که میبینی اندازه‌شون از واکول ها خیلی کوچیک‌تره. پس اینم خودش یک نکته است. توی اندامک ها اگه بخوای مقایسه کنی اندازه واکول توی پارامسی از اندازه هر کدوم از این لیزوزوم ها خیلی بزرگتره. پس نیازه به چند تا لیزوزوم. بعد اتفاقی که میفته بچه‌ها، زمانی که این واکول گوارشی من تک تک مواد غذایی ازش خارج شد، یعنی هر چی ماده غذایی توش بود از جدار قشای واکول خارج شد، تبدیل میشه به واکول دفعی. پس واکول دفعی کسیه که دیگه فاقد مواد غذایی. این کاملا واکول دفعی فاقد مواد غذاییه، یعنی فقط مواد دفعی داره. که در نهایت هم میای میبینی که از محفظه دفعی مواد رو خارج میکنه. در ضمن بچه‌ها حواستون باشه که در اطراف محفظه دفعی موجک پیدا میشه، یعنی موجک رو ما در اطراف محفظه دفعی هم به طور کامل میبینیم. خب این میشه نکات پارامسی. فقط دو تا نکته دیگه من بهتون بگم جدا از این. یکی این که بچه‌ها این خروج مواد غذایی به چه صورته، یعنی مواد غذایی به چه روشی به نظرتون خارج میشن؟ خب این خروجشون از واکوله به درون ماده زمینه سیتوپلاس. ماده زمینه سیتوپلاس یعنی این اطراف، همین حالت زردنگی که میبینی، به چه روشی؟ ما روش عبور از قشا رو داشتیم. به نظرتون خروج مواد غذایی از این و ورودشون به ماده زمینه سیتوپلاس از چه روشیه؟ بگید به من. خب خیلی ها میگن اگزوسیتوز. ببین اگه اگزوسیتوز باشه قبول داری وارد ماده زمینه ای نمیشه. اگه اگزوسیتوز باشه یعنی اینکه آقا یه دونه واکول خارج میشه میره توی سیتوپلاس. خب این که نشد، من میخوام بره درون ماده زمینه سیتوپلاس من، یعنی بعد از تو قشا رد شه. به نظرتون از چه حالتی بچه ها این اتفاق میفته؟ به چه روشی؟ آفرین، انتشار. چرا انتشار؟ ببین ما یه قانون داریم، زمانی که ماده من بر اساس شیب غلظتش خارج بشه در واقع داره به روش انتشار عبور میکنه از غشا. مگه نه اینکه مواد غذایی بچا غلظتشون این تو زیاده، پس برای خروجشون از این واکول عمدتا از چه روشی استفاده میکنن؟ انتشار. بله انتقال فعال هم میتونه اتفاق بیفته، ولی مواد غذایی من ابعادشون کوچیکه و مقدارشون زیاد تو واکول، پس وقتی میخوان وارد ماده زمینه سیتوپلاس بشن عمدتا به روش انتشار خارج میشن. پس خروج اینجوری بنویسیم، خروج مواد غذایی از واکول گوارشی، چون میدونی که واکول گوارشی خارج میشه، عمدتا با انتشار. حالا انتشار میتونه انتشار ساده باشه یا تحصیل شده، یعنی به واسطه پروتئین های غشای واکول باشه یا به صورت از لابل فسفولیپیداز باشه. پس عمدتا از طریق انتشار است. و در ضمن مورد بعدی، چیزی که تو کنکور 1400 مطرح شده بود بچه ها، واکول پارامسی اگه بخوایم واکولاشو ببینیم، اینجا سه تا واکول مربوط به گوارش داره، یعنی یه واکول غذایی، یه واکول گوارشی، یه واکول دفعی. پس سه نوع واکول اینجا داره. در ضمن یه نوع واکول هم خونده بودیم، واکول ضرباندار یا واکول انقباضی توی فصل پنجم دهم. اگه بخوایم اینا رو هم دیگه جمع بندی کنیم، میگیم پارامسی چهار، به طور کلی پارامسی چهار نوع واکول دارد که دو تای آنها در دفع نقش دارن. واکول انقباضی مایه اضافی رو از سلول خارج میکنه، واکول دفعی مواد غذایی گوارش نیافته رو از سلول خارج میکنه. پس از اون چهارتا که میشه گوارشی، غذایی، دفعی و انقباضی، انقباضی و دفعیش در دفع مواد نقش داره. پس ببین اگه بهت بگه واکول دفعی پارامسی با واکولی که در دفع نقش داره، دو تا چیز مختلفه. واکول دفعی یعنی فقط این، اگه بگه واکولی که در دفع نقش داره یعنی هم این هم واکول انقباضی. اوکی، اینم از نکته کنکور 1400. خب بریم سراغ ادامه‌ش. حفره گوارشی میگه سری موجک‌های ضخیم هم دیده میشه. بهت گفتم توی حفره گوارشیش، توی اون عضو می‌خوام، تو اون حفره دهانیش موجک ها ضخیم تر و بزرگترن. بله، بعد اینو بدونی که در حفره دهانی اتفاق میفته. بچا دوربین جابجا نمیشه. ببین دوربینو ببر نزدیک تخته، کارش نمیشه که دوربین چون جاش ثابته کاری نمیتونیم بکنیم. بعد دیگه همین. خب بریم سراغ قسمت بعدی که هیت هستش. میگه حفره گوارشی.
گوارش در جانورانی مانند هیر در کیسه به نام حفره گوارشی انجام می‌شود. بچه‌ها یه بار بیایم ببینیم که حفره گوارشی در کیا وجود داره. در حد کتاب ما چه گروهی از جانداران حفره گوارشی میتونن داشته باشن؟ در حد کتاب دارم میگم. پس این جانورانی مانند هیر اگه بخوایم کلی بگیم کیا رو داریم؟ چه مثال‌هایی ازش داریم؟ بچه‌ها کیسه تنان رو داریم. یه گروه کیسه تنانه. یعنی جاندارانی که بدنشون به شکل یه کیسه است. مثلا عروس دریایی، مثلا هیدر. پس کیسه تنانه که سردسته کیسه تنان، اونی که کتاب بیشتر از همه در موردش صحبت کرده، کیه؟ مثل هیدره که اینو اینجا داریم. و یه جاندار دیگه هم داریم که کیسه تن نیست، از یه گروه دیگه است، ولی اونم دقیقاً کیسه گوارشی داره، یا در واقع حفره گوارشی داره. کیه؟ ببینم میتونه کسی بگه. آفرین، کرمای پهن. مثل کی؟ سردسته کرم پهن کیه؟ مثالش پلاناریاست. فرق بچه ها کیسه و فرق حفره گوارشی کیسه تنان و حفره گوارشی کرم پهن اینه: حفره گوارشی در کیسه تنان انشعاباتش کمه، در کرمای پهن انشعاباتش زیاده. اینو کجا میبینی؟ تو فصل 3، یعنی ترکیب و فصل جانوری فصل 3. تو فصل 3 بهت میگه، میگه آقا تو هیدروینا کیسه گوارشی داریم، ولی تو پلاناریا انشعاباتش بسیار زیادتره. متوجه میشی؟ پس آیا کیسه گوارشی یا حفره گوارشی میتونه بدون انشعاب باشه؟ نه، حفره گوارشی همیشه تو همه انشعاب داره، چون یه نقش دیگه‌اش گردش مواد دیگه. توی اون فصل 4 بوز میخوام، فصل 3 نه، فصل 4 داره بهت میگه گردش مواد انجام میده، تو همه انشعاب داره، ولی انشعاباتش تو کیسه تنان مثل هید و عروس دریایی کمتره به نسبت انشعاباتش تو کرم پهن، چون تو کرم پهن بدن به شکل کیسه نیست، بنابراین انشعابات باید تا همه جا نفوذ کنه دیگه، بنابراین نیاز به انشعابات بیشتری داره. خب اینم از این. میگه این حفره فقط یک سوراخ برای ورود و خروج مواد داره. به این سوراخه چی میگیم؟ به اون یک طرف چی میگیم؟ ببین لوله دو تا داره دیگه، یه دهان داره یه مخرج داره. در مورد حفره میگه فقط یک سوراخ برای ورود و خروج مواد داره. پس از این نتیجه میگیریم که حرکت دو طرفه مواد در دستگاه گوارش در با حفره گوارشی رو داریم. در صورتی که مثلا به طور عادی، به طور کلی دارم میگم، در لوله حرکت یک طرفه بود، از دهان به سوی مخرج بود، ولی این ورود و خروج که میگم یه حرکت دو طرفه است. و در ضمن بچه ها این سوراخ هم در واقع دهان منظور. خب میگه این دیگه دهان واقعیه دیگه، یعنی مثلا بالا تو پارامسی گفتیم حفره دهان نیست، این واقعا دهانه. میگه یاخته هایی در این حفره آنزیم هایی ترشح میکنن که فرآیند گوارش رو به صورت برون یاخته ای آغاز میکنند. پس بچه ها گوارش شروعش به رسیده برون یاخته است، یعنی به صورت برون یاخته ایه، بعد در نهایت اون اجزایی که از گوارش برون یاخته ای به دست میان با درونبری میان تو سلول های دیواره اون حفره گوارشی و گوارش سپس به صورت درون یاخته ای ادامه مییابد. پس آغازش برون یاخته ای در کیسه تنان یا در اون جانداری که حفره گوارشی دارن و ادامش به صورت برون یاخته ای هستش. خب به صورت عضو در یاخته ای است. بریم سراغ شکلش. این متنش خیلی چیز خاصی نداره، عمدتا شکلشه که اینجا میبینیم شکل خیلی کیفیت نداره. شکل کتاب خودتون رو حتما نگاه بکنید واسه اینکه متوجه میشین من چی بگم. خب ببین نکته خیلی مهم، اول اینکه هیدرو داری پیکرش رو میبینی، خب از یه دونه حفره گوارشی تشکیل شده به علاوه یه سری بازوها. نکته اول چیه؟ اینه که انشعابات حفره گوارشی در بازوها هم وجود دارد. یعنی من حفره گوارشی رو که میبینم که پیکره در واقع اون هیدر منو تشکیل داده، همین حفره میاد تو بازوهاش هم، یعنی بازوهاش تو خالیه. بچه ها چرا اینا از کجا برداشت میکنیم؟ تو شکل کتاب که چیزی نگفته، ما از فصل 4 برداشت میکنیم. فصل 4 میگه آقا مگه نه اینکه حفره گوارشی کارش گردش مواد هم هست، بعد بتونه موادی که گوارش افتاده به همه سلول ها برسونه. پس اگه بچه ها تو بازوهاش حفره گوارشی انشعاب نداشته باشه، چه جوری میتونه مثلا به اون آخرین سلول توی بازو مواد غذایی رو برسونه؟ پس حتما بچه ها بازوهاش داره فضای خالی اندرونش، یعنی انشعابات حفره گوارشی درون اون بازوها هم نفوذ کرده. مورد بعدی که کتاب یه ذره تناقض داره روش. بچه ها به نظر شما هیدر چند تا بازو داره؟ بگید به من به نظر شما هیدر چند تا بازو داره؟ شیشتا. کسی نظر دیگه به جز شیشتا داره؟ آفرین، دقیقا هشتا هم هست. بچه تو فصل عصبی اگر نگاه بکنید، توی فصل 1 تو اونجایی که داره شبکه عصبی هیدرو میگه، ببین اونجا مینی 8 تاست، ببین اینجا مینی 6 تاست. بنابراین تعداد بازوها رو چون تناقض داره کتاب دیگه، کار دیگه که نمیتونیم بکنیم، اینجوری بگیرید که تعداد بازوها 6 یا 8 تاست. اوکی، تعداد
6 یا 8 بر اساس یه شکل 6 تا بر اساس یه شکل 8 تا هر دو تاشو بگن درسته چون شکل داریم ازش توی کتاب. خب این از این. مورد بعدی داره مقطع میزنه میگه آقا من این هیدره رو برمیدارم از اینجا میبرم، ناگهان این صفحه مقطعش هست از این ناحیه وسطش بریده به ما داره نشون میده. ببین حفره گوارشی هم میبینی در دو سرش نازک میشه دیگه، در وسط چستره زخیمتره ابعادش، در دو سر باریکتر میشه این کیسه گوارشی که ما اینجا میبینیم. خب از این وسط که اون پهن‌تر ناحیهش اومده برش زده واسه ما چی میبینیم؟ توی شکل اگر نگاه کنی بچه‌ها دو سری سلول میبینیم، یه سری سلول های لایه خارجی هیدرن که با آب اطراف در تماسن، یه سری سلول ها سلول های لایه داخلی هن. بچه ها این جانداری که من دارم مهردار نیست، بنابراین تعریف بافت پوششی و پیوندی و اینجور چیزا در موردش خیلی صحیح نیست، ولی اگر بخوایم یه شباهت بزنیم یعنی بگیم مثلا مشابه چه بافتیه، یاخته های بافت بیرونیش، یاخته های لایه بیرونیش بچه ها مشابه کدوم بافتی بودن که توی مهرداران میدیدیم؟ یعنی بافت پوششی چی؟ بهت بگم مشابه بافت پوششیه، بگین آفرین مکعبی. بچه اینا شبیه به بافت پوششی مکعبی هن. اوکی؟ و لایه درونیش رو اگه بخوایم بگیم مشابه چی هن؟ مشابه بافت پوششیه استوانه ای. دقیقا خیلی صحیح. اوکی پس بافت پوششی مکعبی و بافت پوششی استوانه‌ای دارم میگم مشابه. اگه بهت بگه این دقیقاً همون بافته بگو غلط، بده بگه مثلا بیرونش بافت مکعبی پوشیده شده، اوکی گیر نده بهش. و این لایه‌ای که شما داری میبینی، این لایه قهوه‌ای که شما داری میبینی، این اگه بخوایم معادل کنیم دوباره معادل چی میشه به نظرت؟ خب ببین یه طرفش بافت پوششی مکعبی، طرف بافت پوششی استوانه‌ای، پس این منطقاً بعد چی باشه که بافتای پوششی روش قرار گرفتن؟ آفرین، این معادل قشای پایه است، یعنی مشابه قشای پایه است. در ضمن ما میدونیم هیت فقط همین بافت پوششی ها رو نداشت. اوکی تو فصل عصبی خوندیم که یه شبکه عصبی داره پس نورون هم داره، و در ضمن یه سری یاخته ماهیچه‌ای هم داره که این شبکه عصبی به این یاخته ماهیچه‌ای داره عصب رسانی میکنه که تو حرکات پیکر و بازوش نقش دارن. بنابراین جدا از این دو نوع سلولی که اینجا میبینیم، یعنی پوششی مکعبی و پوششی استوانه‌ای که در واقع دو نوع یاخته هستن، یاخته نوع سوم و چهارم هم داره که به نظر تو کجا قرار گرفتن؟ منطقا خب تو استوانه‌ای که نیستن، تو مکعبی نیستن. بخوایم منطقی نگاه کنیم تو کجایی میتونن، تو کدوم قسمت ضخامتش میتونن قرار بگیرن؟ بگو به من، میتونم حد میتونی حد بزنی؟ آفرین، دقیقاً در لابلای همین قشای پایه قرار گرفتن. و درسته علمیش هم همینه. این قشای پایه یه مقدار ضخیمه، میبینید دیگه اندازش مقدار ضخیمه که نورون‌ها و یاخته‌های ماهیچه‌ای بتونه از لابلای این شبکه پروتئینی و گلیکوپروتئینی قشای پایش عبور کنن. متوجه شدی؟ یعنی ساختارش به این صورته. پس مشابه قشای پایه است و تو پرانتز بنویسم حاوی یاخته‌های خاطر گفتم مشابه قشای پایه است، نگفتم خود قشای پایه است. حاوی یاخته‌های ماهیچه‌ای و عصبی. ببین نوع 3 و 4 رو یاخته‌اش اینه. پس یه چند نوع یاخته داره؟ 4 نوع یاخته داره. دو نوع پوششی، یه نوع ماهیچه، یه نوع عصبی. پیوندی اینجا خیلی واسش تعریف نمیشه. خب اینم از این. حالا بیایم تو خود این داستان گوارشش رو ببینیم چیه. ببین ذرات سبزی که میبینی ذرات غذاییه، ذرات غذایی به کمک این بازوها، ماده غذایی به کمک این بازوها گرفته میشه میاد داخل. اتفاقی که میفته یه سری آنزیم ترشح میشه، آنزیم ها میان این گوارش برون یاخته رو واسه ما انجام میدن، ذرات غذایی حدوداً ریز میشن. ذرات غذایی که ریز شدن حالا میان جذب یه سری از یاخته ها میشن. این یاخته استوانه ای بچه‌ها دو نوعن. اگر نگاه کنی یاخته های استوانه ای به صورت دو شکلن، یه سری یاخته های بدون تاجکن، ببین هیچ تاجکی در سرشون نیست، یه سری یاخته های بعضی هم هستن، یعنی بسیاری بعضی نیست، تقریبا برابرن با هم، یه سری یاخته های دو تاجکن. اوکی یعنی بچه ها یاخته ای که اینجا یه دونه تاجک داشته باشی نیست، یا هیچی نداره یاخته یا دو تا تاجک داره. دقیقا و حواست باشه اینجا موجک نه، دو تاجک، دو تاجکه نه موجک. من این نکته رو بهت بگم به خاطر اینکه با پارامسی خیلی اشتباه میکنه. آقا پارامسی موجک داشت، تعداد زیاد اندازه کوتاه، ولی اینا رو داری میبینی اندازه بلند تعداد کم، بنابراین تاجک حساب میشه. خب پس یاخته بدون تاجک و یاخته دو تاجک. یاخته بدون تاجک، ببین متن کتاب چیزی نگفته، ولی استدلالی که میتونیم بکنیم، نگاه میکنیم میبینیم که آقا همین یاخته هایی که تاجک دار هستن همونا هم هستن که ذرات غذایی رو جذب میکنن. اوکی
خب اینجا چه کارهایی باید انجام شه؟ اولا باید تاجک وجود داشته باشه واسه اینکه ذرات مواد غذایی رو با آنزیم ها هم بزنه، اوکی، من بتونه مخلوط کنه. این که کار یاختای تاجک داره. در ضمن یه سری یاختا هم هستن باید جذب کنن اون ذرات و گوشت در اون سلولشون انجام بدن، اینم باز یه کار یاختای تاجک داره. پس یاختای بدون تاجک منطقا اینجا باید چیکار انجام بده؟ بگو به من منطقا بدون تاجک باید اینجا چیکار انجام بده؟ آفرین، ترشح آنزیم رو باید انجام بده. پس از این برداشت میکنیم که یاخته بدون تاجک کارش یه ترشح آنزیم گوارش برون یاخته ای، اوکی؟ پس آنزیما رو یاخته بدون تاجک ترشح میکنه. جای دیگه هم تو کتاب داشتیم کلا یاختهایی که ترشحیان معمولا تاجک موجک نداشتن، تو شکل های دیگه هم تو مثلا فصل گوارش هم دیدیم، مثلا یاخته ترشح کننده ماده مخاطی یادت توی روده ریسپورز نداشت، یعنی یاختهایی که کارشون ترشح خیلی زوائد غشایی ندارن، زوائد سیتوپلاسمی ندارن. برای من از اینجا میتونیم بفهمیم که کارش ترشح آنزیمه. یاخت مثلا یه کار انجام میده، یاخته دو تا ژکه‌ای که اینجا داریم کارش دو تا چیزه، یک مخلوط کردن مواد غذایی، مخلوط کردن غذا و آنزیم، اینجوری بهتره بگیم مخلوط کردن غذا و آنزیم، و دومین کارش چیه به نظرتون؟ کار جذبه، یعنی گوارش در اون یاخته، یعنی اون ذرات غذایی رو میگیره جذب میکنه. این هم از این. پس این دوتا کار رو ما اینجا فهمیدیم که دو نوع سلول داشتیم، یه دونشون کارش تنظیم ترشح آنزیم بود، یه دونم کارش هم زدن مواد غذایی و هم در واقع گوارش درون یاخته‌ای بودش. خب یه نکته ای که هست بچه ها، یه دونه سلول هستش این پایین، حالا تو این شکل خیلی معلوم نمیشه، یه دونه سلول هستش که چیز نداره، تاجک نداره، ولی ذره غذایی رو توش میبینیم. یه سری از همه میان دکترش طرح میکنن که آقا این تقسیم بندی که ما گفتیم درست نیست. بچه ها اون یه دونه تو شکل اشتباه افتاده. نه اگه دقیق نگاه کنی ببینی سوتیه در واقع طراح شکل بوده. بنابراین اصلا اینو در نظر نگیر. یعنی من ندیدم جایی خیلی بخوان اون رو چوش مانور بدن. بنابراین همینی که گفتم، همین نوع تقسیم بندی که گفتم تقسیم بندی صحیحه. در ضمن یه سری از طراحای دیگه هم هستن میان میگن آقا یاخته‌های بدون تاجک تعدادشون بیشتر از یاخته‌های تاجک داره. ببین حدودا نزدیک به هم، ولی آره اگه بخوای دقیق بشماری میبینی اون چند تا بیشتر از اون یکیه. پس اگر گیر داد بهت بگی کدوم بیشتره، دیگه در مجبور شدی بگو یاخته بدون تاجک بیشتره، ولی اگر که چیزی نگفتش ما خب یاخته تقریبا هم دیگه تعدادشون برابره، حدودا ما هم برابر است. خب اینم از لحاظ نقش یاخته ها که در موردش صحبت کردیم. بچه اتفاقی میفته بچه، این یاخته های تاجک دار مواد غذایی رو که گرفتن گوارش در اون یاخته ای دادن، به وسیله چی هم به نظرت میگیرن؟ گوارش درون یاخته ای به واسطه چی مواد غذایی رو میگیرن؟ با آندوسیتوز دیگه، با درونبریه، یعنی مواد غذایی رو درونبری میکنن و به وسیله همون اون مواد غذایی میاد توشون. حالا زمانی که اومد توشون مثل پارامسیلیزوزوم ها میریزن اون مواد غذایی تجزیه میشه. بنابراین زمانی که مواد غذایی تجزیه شد درون یاخته های تاجک دار، حالا این یاخته ها مواد غذایی که تجزیه شده رو در اختیار یاخته های دیگه هم قرار میدن، یعنی به صورت انتشار به یاخته های دیگه هم میرسونن، یعنی یاخته های بیرون و یاخته های استوانه ای که اینجا حضور دارن. این هم از، یعنی کل سیستم کار ما اینه که آندوسیتوز میکنیم، تجزیه ترین هاشف بچه ها تمام میشه، بعضی وقت بقیه ترین صدا میره. خب داشتم میگفتم دیگه مورد خاصی نیست. تا کجا شنیدین؟ آندوسیتوز مواد رو میگیرن. دوباره توضیح بدم. خب ببین گفتم با آندوسیتوز مواد رو میگیرن، اتفاقی که میفته اینه که اون یاخته هایی که یاخته تاجک دار هستن این مواد رو که گرفتن در اون سلول تجزیه میکنن به کمک همون لیزوزوم ها، مواد غذایی که به دست اومد در اختیار سلول های دیگه قرار میدن. یعنی یاخته تاجک دار زمانی که مواد رو تا حد ممکن تجزیه کرد، حواست باشه ببین ماده تا اینجا در حد مونومر تجزیه نمیشه، یعنی به صورت برون یاخته تا یه حد کوچیکی فقط تجزیه میشه، تجزیه کاملش درون یاخته تاجک دار اتفاق میفته. زمانی که این تجزیه انجام شد این سلول، این مواد غذایی در اختیار بقیه سلول های خود پیکر هیت قرار میگیره. پس این اتفاق هم دیگه صحبت کردیم در موردش. و در ضمن دو تا نکته هم که گفتم آقا در بعضی جای ها سلول های مکعبی دو لایه هست، میبینید اینجا دو لایه سلول مکعبی داریم، در ضمن در بعضی جاها هم یاخته های استوانه ای ممکنه تا سطح اون کیسه رشد نکرده باشن، به مقدار کمتری رشد کرده باشن. خب ببین اینجا نها کن، میگه دو تا سلول مکعبی اینجاست، نها کن توی این سلول مکعبی اون دولایی است، توی این ناحیه میبینی و این ناحیه، یه سری جا هست که به جای اینکه یه دونه سلول مکعبی داشته باشیم دو تا سلول مکعبی رو هم دیگه داریم. خب توی هر حفره گوارش حرکت مواد دو طرفه است. بله حفره گوارش همیشه مواد بعد وارد چن و مواد دفعی دوباره از راه همون دهان خارج بشن. خب بریم سراغ
ادامش که لوله گوارشی. خب میگه این لوله در اثر تشکیل مخرج شکل میگیرد و امکان جریان یک طرفه غذا رو فراهم میکند. بچه‌ها همین همواره یک طرفه است، یعنی همواره در لوله گوارش، ببین دهان و مخرج که داریم، یعنی همیشه حرکت غذا از دهان به سمت مخرجه. بگید نه همواره. دقیقاً. چرا؟ مثال نقضش آقا استفراغ نیست، استفراغ از کتاب حذف شده، استفراغو نگو. مثال نقضی که تو کتاب داریم چیه در حال حاضر؟ تو اینجا وقتی میریم نگاه میکنیم میبینیم که در مورد گاو یا به طور کلی نشخوار کنندگان ما میتونیم دو طرفه حرکت مواد غذایی تو لوله گوارش ببینیم دیگه. یه بار غذا رو وارد معده میکنن، دوباره از معده برمیگردونن، پس مانند نشخوار کنندگان که حرکات دو طرفه دارن. پس به طور کلی بچه ها اگر بیاد بگه، اگر به طور کلی بیاد به ما بگه، بگه که آقا دستگاه لوله گوارش حرکت غذا توش یه طرف است، قید نیاره، یعنی واسه ما بحث همواره رو نیاره، درسته. اگه بدون قید بیاد درسته، به طور کلی یه طرف است، ولی اگر بگه همواره یه طرف اون موقع غلط میشه. خب در مورد ریفلاکس هم هست، دقیقا ریفلاکس توی معده هم مواد غذایی، حالا نگیم بگیم شیره معده، یعنی اون اسید معده برمیگرده، چون نگفتم مواد غذایی. آخه بخوایم دیگه لفظ مواد غذایی رو بیاریم با خیال راحت بیاریم، مثال بهترش نشخوار کننده است، ولی آره تو اونم اگه بگیم مثلا ترشحات گوارشی ممکنه در خلاف جهت تو بدن انسان حرکت کنن، بله درسته، ولی اینکه بگیم مواد غذایی، یه سری طراحا ریفلاکس رو مواد غذایی نمیگیرن، میگیرن فقط ترشحات گوارشی. خب میگه در ادامه نمونه از لوله گوارش در جانوران بررسی میکنیم. ملخ حشره گیاهخوار است و با استفاده از آرواره ها مواد غذا رو خورد میکنه و به دهان منتقل میکنه. پس نکته خیلی مهمش اینه که آقا جاندارمون جاندار چی؟ اولا گیاهخواره، پس نه در مورد هر حشره، یعنی این سیستمی که شما الان پایین میبینی، این لوله گوارشی که میخونی، این صرفا در مورد ملخی که حشره گیاهخوار است، نه همه ی حشرات. ببین یه سری چیزایی که در مورد حشره میگه در مورد همش صادقه، اوکی؟ پس لوله گوارش ملخ رو در مورد همه نمیتونی تعمیم بدی، ولی مثلا چشم مرکب رو در مورد همه حشرات میتونی تعمیم بدی، مثلا نایدیس رو در مورد همه حشرات میتونی تعمیم بدی، ولی در مورد بخش گوارش بچه ها حشرات گوارششون خیلی با هم متفاوته. ملخ رو به عنوان یک جاندار گیاهخوار اومده معرفی کرده، پس اینو نگو در مورد همه حشرات مثلا پیش معده فلان است، در مورد همه حشرات چینه‌دان فلان است، اینا فقط در مورد ملخ درسته. خب میگه با استفاده از آرواره ها مواد غذایی رو خورد میکنه و به دهان منتقل میکنه. مهم اینه آقا آرواره جزء لوله گوارش حساب میشه؟ نه. بنابراین این جزء لوله یا حتی بچا دستگاه گوارش هم حتی میتونیم بگیم نیست، ولی حالا بگیم جزء لوله نیست که خیلی دیگه طراح ایراد نگیرن. پس جزء لوله گوارش نیست. بچا آرواره هاش اطراف دهانن، یعنی ملخ دهان داره، دو طرفش دو تا آرواره داره، یه حالت یه سری چنگک توره میان این مواد غذایی اینجوری ریز میکنه اینها رو براش. پس مواد غذایی رو خورد میکنه و به دهان منتقل میکنه. نکته مهمش چیه؟ خیلی تو تستا میاد، 20 بار میاد تو هر تستی. چیه نکته مهمش؟ آقا گوارش مکانیکی در ملخ در خارج از لوله گوارش آغاز میشود. پس گوارش مکانیکی خارج از لوله گوارش آغاز می شود. اینو خیلی مهمه در مورد ملخ باید بدونی. میگه غذای خرد شده، یعنی غذایی که تا یه حدی گوارش مکانیکی پیدا کرده، از طریق مری میرسه به چینه‌دان. خب ببین آرواره ها، بعد دهان، بعد مری، بعد چینه‌دان. چینه‌دان بخش حجیم انتهای مری است. یه سوال، میتونم بگم چینه‌دان جزء مریه؟ یعنی لفظ این که بگی مثلا فرض کن بگی که آقا بزرگترین بخش لوله گوارش جزء مری است توی ملخ، خب ببین بزرگترین بخش لوله گوارش که چینه دانه، ولی آیا بگه جزء مری است درسته؟ یعنی میتونیم این که گفته بخش حجم انتهای مری است رو جزء مری بگیریم؟ نه. یا مثلا بچه‌ها خودمونیشو بخوایم بپرسیم، خدایی به شما بگم بعد مری چه بخشی توی لوله گوارش دیده میشه؟ توی لوله گوارش ملخ چی میگید؟ بگی آقا بعد از مری در لوله گوارش ملخ بخش بعدی چیست؟ شما چی میگید؟ بگو. چینه دان میگی دیگه، دقیقاً. پس این قضیه که جزء مری است، نه. این که گفته بخش حجم انتهای مری است، اگه عین همین آورد تو تست بگو میشه چینه‌دان، یعنی این در واقع معرفی تعبیر چینه‌دانه، بخش حجم انتهای مری بهت گفت میشه چینه‌دان، ولی حواست باشه جزوش نیست. منظور اینه که از لحاظ منشأ گرفتن از انتهای مری منشأ گرفته، یعنی تو دوران مثلا جنینی حشره از انتهای مری بافتش از اونجا منشأ گرفته، ولی جزو مری نیست.
پس منشأ گرفتنش درسته، ولی در حال حاضر توی حشره بارق جزو مری نیست. خب میگه در آن غذا ذخیره و نرم میشود. نکته مهم دیگر، ذخیره و نرم شدن رو شما چه نوع گوارشی در نظر میگیرید؟ ذخیره و نرم شدن وقتی به شما میگه شما چه نوع گوارشی در نظر میگیریدش؟ بگید هیچ کدوم. دقیقا نکته مهم همینه. آقا گفته ذخیره میشه و نرم میشه. آقا ذخیره که ذخیره است، نرم شدن هم چون اونجا خیس میخوره به وسیله همون ماده مخاطی که توی لوله گوارش هستش، صرفا نرم میشه. بچه ها نرم شدن جز به هیچ کدوم از گوارش ها نیست، یعنی به هیچ شما هیچ طرح جز گوارش مکانیکی در نظر نمیگیره. پس ذخیره و نرم میشود یعنی هیچ نوع گوارشی در چینه‌دان نداریم. نه فقط چینه‌دان ملخ‌ها، چینه‌دان کبوتر هم همینه. اصلا گوارش تو چینه‌دان معنی نداره، چینه‌دان فقط ذخیره میشه و نرم میشه. خب میگه سپس غذا به بخش کوچکی به نام پیشمعده وارد میشه. پس بعد از چینه‌دان میرسیم به پیشمعده. دیواره پیشمعده میگه دندانه‌هایی دارد که به خوردن بیشتر مواد غذایی کمک می‌کنه. شکل چاپ قدیم این کتاب خیلی قشنگ‌تر بهتون نشون میداد، یعنی قشنگ توی پیشمعده رو نشون میداد. میسه دندونه وجود داره در دیوارش. وقتی مواد غذایی میان، این ماهیچه‌های در واقع پیشمعده اینجوری حرکت می‌کنن، دندونه‌ها باعث میشه که مواد غذایی خورد بشن. پس در پیشمعده این خورد شدن بیشتر مواد غذایی، این میتونیم بگیم چی؟ میتونیم بگیم که گوارش مکانیکیه. و بچه‌ها گوارش مکانیکی اصلی ما هم هست، یعنی اصل گوارش مکانیکی رو توی بدن ملخ دقیقاً تو همین پیشمعده داریم. میشه به من بگی معادل چیه؟ پیشمعده معادل چیه در کبوتر؟ یعنی اگه پیشمعده ملخ رو توی تست بگم معادل چی در کبوتره، چی میگید؟ آفرین، معادل سنگدانه. سنگدانم دقیقا اصل کار گوارش مکانیکی رو توی کبوتر انجام میداد. خب میگه معده و کیسه های معده آنزیم های ترشح میکنن که به پیشمعده وارد میشوند. اوکی، یعنی چی؟ بحثی که وجود داره اینه که این معده و کیسه معده، نگاه کن، مواد آنزیمی که میسازن میاد وارد پیشمعده میشه. پس آیا مواد غذایی دو طرفه حرکت میکنه توی ملخ؟ به من بگو مواد غذایی رو حرکت دو طرفش تو ملخ میبینی؟ نه. شیره گوارشی رو میبینیم، آنزیما رو میبینیم، آنزیما همینوری میرن همونوری، ولی در مورد مواد غذایی حرکت یه طرف است. پس فقط اینجا چیه؟ حرکت آنزیمه. حرکت آنزیم من از کیسه های معده و معده ملخ میاد به سمت پیشمعده، تو پیشمعده وارد میشه. پس نتیجه اینه که پیشمعده گوارش مکانیکی خودش داره به کمک دندانهای خودش و ماهیچه‌های خودش، ولی گوارش شیمیایی توش انجام میشه. با این حال خودش آنزیم گوارش شیمیاییش رو نمیسازه، آنزیم گوارش شیمیاییش رو از کیسه معده و معده ملخ قرض میگیره. اوکی، پس این به پیشمعده وارد میشود. اینجا میفهمیم که پیشمعده درش گوارش چی داریم؟ گوارش شیمیایی هم داریم توی پیشمعده. اوکی، گوارش شیمیایی به کمک آنزیم های خودش، نه به کمک آنزیمی که بهش وارد شده. میگه جذب در معده صورت میگیرد. آقا بعد از پیشمعده به نظر شما مواد غذایی میرن کجا؟ به من بگو با توجه به متن کتاب، به نظرت بعد از پیشمعده مواد غذایی میرن تو کدوم بخش؟ بگین. ببین تو توضیحات کتاب به این صورته که انگار وارد معده میشن، ولی کتاب چاپ قبل میگفت میرن توی کیسه های معده، بعد از کیسه های معده میرن وارد معده میشن. به واسطه اینکه طراحا هنوز تعداد زیادیشون اینو میگیرن، من اینو بهت میگم، یعنی اینو بدون، ولی تو تست اگه دیدی گفت مستقیم وارد معده میشن، درسته. پس چون طراحا هنوز تعداد زیادی اینو میگیرن، ما مجبوریم دیگه. حواست باشه که غذا پس از پیشمعده وارد معده مستقیم نمیشه، وارد کیسه معده میشود. و بچه‌ها گوارش شیمیایی نهایی توی کیسه توی پیشمعده، توی در واقع کیسه‌های معده صورت می‌گیرد، و گوارش نهایی، گوارش نهایی، گوارش نهایی می‌شود. اینجوری بگیم پس یعنی آخرین گوارشی که داریم توی پیشمعده است گوارش مکانیکیه به کمک خود آنزیم‌های همون، عذر می‌خوام، توی کیسه معده است به کمک آنزیم های خود همون کیسه معده. دیگه گوارش مکانیکی تو کیسه معده نداریم. بعد از کیسه معده میاد وارد معده میشه. میگه جذب در معده صورت میگیرد. آقا معده گوارش دارد یا نه؟ گوارش مواد غذایی دارد؟ ببین بگیم گوارش داره که همه چی گوارش داره، چون بالاخره هر سلول زنده ای گوارش توش میتونه اتفاق بیفته. این خودش یه نکته است. حواست باشه، چشات تیز باشه، گوارش مواد غذایی رو توی تست ببین. بگیم معده گوارش مواد غذایی دارد،
میتونیم بگیم نه دیگه، چون گوارش تو کیسه معده تکمیل شده دیگه. پس نکته مهم اینه که گوارش مواد غذایی نداریم تو معده. اینم از این. مواد گوارش نیافته پس از عبور از روده به راست روده وارد میشوند. آقا روده جذب گوارش هیچ، کوفت زهرمار هیچی نداره. اوکی؟ روده هیچی درش اتفاق نمیفته. روده فقط یه مسیریه که میاد عبور میده مواد غذایی رو. بعد که مواد غذایی وارد راست روده شد، در راست روده چی داریم؟ اینجا نمیخونیمش، تو فصل 15 میخونیم. در راست روده چی داریم؟ بگو به من. جذب آب و یون داریم. آفرین. پس حواست باشه در معده داستانی که وجود داره چیه؟ فقط جذب مواد غذایی، یعنی مواد عالی. اوکی؟ فقط جذب مواد غذایی داریم و گوارش هم نداریم. توی روده هیچ کاری نداریم، فقط عبور داریم. و توی راست روده که بعدش هم به مخرج بشه، مخرج این انتهای خیلی باریک تشه، بعدش هم به مخرج قطع میشه، توی راست روده چی داریم؟ جذب آب و یون. پس اگر بگوید همه جذب در بدن ملخ، همه جذب در بدن ملخ در معده‌اش انجام میشه، غلط. جذب مواد غذایی عمده کار توی معده است، ولی جذب آب و یون رو در راست روده داریم. یکی میپرسه آقا بازجذب نیست؟ ببین خیلی حرف درسته، بازجذب هم هست. یعنی اون لولای مالپیکی که تو فصل 15 میخونیم، میگیم آقا آب و یون و اوریک اسید ازش میاد بیرون، وارد روده میشه و بعد میرسه به راست روده، آب و یونش بازجذب میشه. خب یه سوال ازت دارم، آیا فقط آب و یون همونه؟ یعنی خود اون مواد دفعی آب و یون هیچی ندارن؟ خب پس یه مقدار از آب و یون مواد غذایی جذب میشود و در ضمن آب و یونی که از لولای مالپیکی ترشح شده بازجذب میشود. پس در راست روده همینجا میفهمیم که جذب آب و یون مواد غذایی رو داریم، بازجذب آب و یون اون مواد ترشح از لولای مالپیکی هم داریم. کلا کارش آب و یونه، حالا جذب و بازجذب. خب خب آها آفرین، میگه تو خیلی سبز گفته در رودم جذب آب و یون داریم. آقا روده جذب آب و یون واسه کجاشه؟ واسه داستان چاپ قدیم بوده. یعنی تو چاپ قدیم میگفت آقا روده و راست روده بازجذب آب و یون دارن. حالا حذف شده از کتاب. خب نکته ای که هست همینه، اگر یه آیتمی که حذف شده از کتاب و طراحا زیاد بگیرن من میگمش، ولی این از اون مواد نیست، اون از اون موارد نیست که مثلا طراحا تو آزمون خیلی بیارن. بنابراین چیزی که از کتاب حذف شده رو بچه‌ها حتی المقدور حذف شده بدونید، استفاده نکنید ازش، مگر اینکه ببینید دیگه انقدر تست ازش میاد مجبوری در نظر بگیریش. اوکی؟ پس روی کرده ما بچه‌ها به نکات حذف شده در کتاب همینه، چون تو جانوری مخصوصا خیلی حذف یاد داریم. یعنی شاید بیش از نصف مطالب کتاب چاپ 2 سال پیش، همون نظام جدید 2 سال پیشا، فقط چاپ قدیم، مطالب نظام جدید حذف شده. خب اگه ما بخوایم همشو بیایم بگیم که دیگه عملاً نسبت به کتاب خودمون کنکور نمیدیم، داریم نسبت به کتاب اونا کنکور میدیم. بعد فرض کنید تداخل داره به مطالب جدید، یعنی مثلا ممکنه تو کنکور بیاد الان روده رو که خب چیزی کتاب نصفش نگفته بیاد جذب آب و یون نگیره. اوکی؟ بنابراین الزامی نداره به این صورتی که شما فکر میکنی آقا حتما کتاب چاپ قدیم همه نکاتش تو کنکور بیاد، که من دارم بهت میگم نکاتی که طراحا نمیارن از چاپای قدیم باور کن در کنکور نخواهد اومد. خب در مورد روده میگه آقا ترشح آنزیم داریم. آقا به نظر خودتون تو لوله گوارش، تو لوله گوارش اگر به شما بگوید ترشح آنزیم داریم یا نه، درسته یا غلط؟ کل لوله گوارش ترشح آنزیم داریم یا نه، درسته یا غلط؟ درسته. چرا درسته؟ لیزوزیم. بچه ها هر جا کم آوردی در مورد ماده مخاطی بگو لیزوزیم. آقا مگه این لوله گوارش نیست؟ بلد بودیم لوله گوارش در کل طولش ماده مخاطی ترشح میشه. خب همیشه ماده مخاطی همراه با چی ترشح میشود؟ با لیزوزیم. تو کتاب تو فصل ایمنی گفته دیگه. پس اگه بخواد گیر بده بله همه اینا آنزیم میسازن، ولی آنزیم گوارشی نیست. آنزیم خالی بگه هر سلولی درون خودش خب کلی آنزیم داره، در ضمن اگه جزء ماده لایه مخاطی باشه لیزوزیم هم ترشح میکنه. پس اینا رو داریم ولی گوارشی چیزی نداریم اینجا. خب لولای مالپیکی به روده میزنه. آقا اینا رو لوله مالپیکی رو بذار سر لوله مالپیکی میگم دیگه. دیگه الان دیگه لوله مالپیکی نیست بحثمون، صرفا اینو چون لازم داشتیم توضیح دادم. خب این از این. پس در مورد ساختار صحبت کردیم، در مورد اجزا حالا بیام صحبت کنیم روی شکل. ببین خیلی شکلش نکته داره. اول از همه بیا از سمت دهان شروع کنیم. آچا آربارا اطراف دهانه. ما میبینیم غدد بزاقی اینجا داریم. غدد بزاقی اولا در کجا قرار گرفتن؟ در زیر چینه دان. یعنی زیر چینه دانن.
و عقب مری. میبینی؟ عقب مری زیر چینه‌دان. محل قرارگیری غده‌های بزاقیه. تعدادشون چقدره؟ دیگه واقعا لازم نیست بدونید، ولی گیر دادن بگو 4 تا. اوکی، چون 4 تا داریم میبینید توش. این شکل شماتیکه. واقعیش 4 تا نیست، ولی حالا گیر دادن بگو 4 تا. من نمی‌نویسم چون ارزش علمی نداره. بعید می‌دونم تو کنکورم چیزی بدن. بعد مورد بعدی بچه‌ها خیلی مهمه، مجراش به درون مجرای این غدد به درون دهان نمی‌ریزه. می‌بینی مجراش جای دیگه می‌ریزه، دهان اینجاست. پس مجرای این غدد به درون دهان نمی‌ریزد، برخلاف غدد بزاقی انسان. پس اگه بگوید تمام غدد بزاقی مجاری به درون حفره دهانی دارن، غلط. مجرای غده بزاقی ملخ به درون حفره دهانی نیست. چجوریه؟ آقا بزاقش می‌ریزه روی غذا و غذا رو می‌خوره، یعنی تف می‌کنه روی غذا، غذا رو می‌خوره. اینجوری سیستمش. مجرای به درون به روی غذا اون بزاق رو می‌ریزه و بعد غذا بلعیده میشه. خب آره، ببین کتاب شما الان نگاه کن، کنکور شما کنکور 1402ه، پس کتاب 12امتون چاپ 1402ه، 1401ه، دهمتون 99ه، 11امتون 1400ه. این کتاب 99ه. خب چاپ امسال که من میگم، منظورم چاپ امسال برای کنکور شماست، نه چاپ امسال دهم. خب امسال دهم یا امسال دو سال دیگه کنکور میدن. خب مورد بعدی، از لحاظ بچه ها بزرگترین بخش لوله گوارش خیلی مهمه، که بدونید بزرگترین بخشش کدومه. چینه‌دان بزرگترین بخش توی لوله گوارش ملخ. دومین بخش بزرگ چیه؟ دومین بخش بزرگ به نظرت چیه؟ یعنی بزرگترین بخشش که خب چینه‌دان، بعد از چینه‌دان کی بزرگتره؟ بگو به من. آفرین، دقیقا معده. پس دومین بخش بزرگ. خب مورد بعدی بچه ها، لوله های مالپیگی رو اینجا داری میبینی، کیسه های معده هم اینجا داری میبینی. لوله های مالپیگی به کی میریزن؟ لوله های مالپیگی ورودشون به کیه؟ به درون روده است. پس ریختن لوله های مالپیگی به درون روده است. ولی حواست باشه با دو طرف در تماسن، یعنی لولا از دو طرف به روده میریزن، یه سریشون با روده در تماسن، یه سریشون با معده در تماسن. همینطور کیسای معده هم همینن بچه ها، کیسای معده به درون معده میریزن، ولی هم با معده هم با پیش معده در تماسن. پس این نکته رو حواست باشه که لوله های ریختن به معده دارن، از هم لوله ما پی ریختن به روده دارن، ولی در تماس با هم معده هم رودن. مشابه همین کیسه معده، ریختنشون به معده است، یعنی موادی که توشون هست و وارد معده میکنن، ولی دو طرف هست در تماس، یعنی مجراشون به معده میریزه ولی در دو طرف تماس دارن با هم پیش معده هم معده. اینم از این. خب یه چین خوردگی هم در روده داریم، اینم حواست باشه. چین خوردگی روده هم اگه بگه مثلا بخشی که تو لوله گوارش ملخ چین خورده است، چین خوردگی در روده داریم. دیگه بچه آیتم خاصی نیستش. سلول های دیواره راست روده هم حواستون باشه، تو اون چیزی که توی فصل 5 گفته میبینید که سلول های دیواره راست روده برخلاف دیواره روده بافت پوششی مکعبیه، دیواره راست روده چون باید جذب آب و یون داشته باشن سلولش بزرگتره، به صورت استوانه ایه. اینم ترکیبی میتونن بزنن با اون بر. یه بار دیگه بچه ها مواد غذایی رو، گوارشاشو با هم دیگه دوره کنیم از اول تا آخر. بزاق آیا آنزیم داره توی ملخ؟ بزاق آنزیم داره توی ملخ؟ بگو به من. بزاق آنزیم دارد از لحاظ علمی، قبلا چاپ قبل میگفت، الان نمیگه. حالا دو دسته شدن طراحا. یه سری ها میگن آقا چون گفته آمیلاز تو بزاق داریم در مورد انسان گفته، پس میتونیم تعمیم بدیم به ملخ. ولی من میگم نکنین کارو.
من میگم آقا بزاق ملخ خب مریض که نیستش، اگه میخواست میگفت آقا آمیلاس تو بزاق ملخ هم هست دیگه، چرا حذفش کرده؟ ولی حالا به دو روایت مختلف بیا میریم جلو. اگه فرض کنیم بزاق آنزیم نداره، پس در دهان مری و چینه‌دان هیچ گوارشی نداریم. ولی اگه فرض کنیم بزاق آنزیم آمیلاز داره، در دهان مری و چینه‌دان گوارش نشاسته رو میتونیم داشته باشیم. این حالت در نظر بگیر، چرا؟ چون آنزیم با حرکت میکنه دیگه تا چینه‌دان میرسه. خب این از این. پس این تکلیفش تا اینجا گوارش معلوم شد، یا اصلا گوارش نداریم یا فقط گوارش شیمیایی داریم. توی پیش معده هم گوارش شیمیایی هم مکانیکی. گوارش شیمیایی چه موادی؟ همه مواد، چون آنزیم های معده و پیش معده رو گرفته. حواست باشه این که من میگم آقا پیش معده به درون معده کیسه های معده به درون معده میریزد، این خیلی نکته مهمیه. کیسه های معده به درون معده میریزند، بعد آنزیم از معده میره توی پیش معده. یعنی میخوام بهت بگم که مستقیم به درون پیش معده راه نداره، چون اگه اینجوری بود میشد کیسه های پیش معده، نمیشد کیسه های معده. بعد اتفاقی که میفته اینه که توی پیش معده پس هم گوارش شیمیایی هم گوارش مکانیکی داریم. فقط چیزی که حواست باشه، گوارش شیمیاییش توسط آنزیم های خودش نیستا، توسط آنزیم های معده و پیش معده است. این خیلی مهمه، خودش آنزیم ترشح نمیکنه. پس من یه بار دیگه بگم، پیش معده بدون ترشح آنزیم خودش ترشح آنزیم گوارشی نداره. خب بعد مواد وارد کیسه معده میشن، گوارش شیمیاییشون اونجا نهایی میشه، دیگه مکانیکی ندارن. توی معده گوارش نداریم، فقط جذب مواد غذاییه. توی روده هم که عبور داریم، توی راست روده هم جذب آبیون داریم و در نهایت خارج میشن از مخرج. و بچه ها نکته دیگه هم که مهمه اینه که اولا ملخ بالهاشو بدونی. چند تا بال داره کلن؟ چند تا بال داره ملخ؟ بگو ببینم، میتونید تشخیص بدی اینجا؟ دوتا نداره. بچه ها اگه نگاه کنید، خیلی دقیق نگاه کنید، میبینید که آقا این یه بال، یه بال دیگه هم پشتشه. پس یعنی دوتا یه طرف داره، دوتا یه طرف. با ملخ از لازمی بچه ها چهار تا بال داره. یعنی دوتا بال یه سمت، دوتا بال یه سمت دیگه. دوبله بالاش. پس چهار بال داره. اینو ممکنه بدن توی تستا، چون از این سمت میشه تشخیص داد، یعنی میشه برداشت کرد که یه بال پشتی هم اون سمتش هست. و از لحاظ پا بچه ها، این نکته کنکور خود ما بود 97، سوال اولمون هم بود 97 و اون تایمی بود که کنکور خیلی سخت شد. یو زیستش تا قبلش خیلی به نسبت ساده تر بود. یو سوال اول رو با کردیم پای کدوم پای ملخ از همه بزرگتره. اون موقع اصلا شکلا اینجوری نبود بشینیم اینقدر تحلیل کنیم و اینا، اون دوران فرق میکرد کنکور تو نظام قدیم. بعد آره پای ملخ دقیقا همینه، این هیچ وقت یادم نمیره. پای عقبی بزرگترینه. اوکی، این هم نکته کنکور بود. خب محل جا متوجه نمیشم. کلاس تایم تمام شدنشو میگی؟ الان پایه ایم، الان پایه ایم. 12 همون یه ساعت نیم اول بود. خب این از این. بریم سراغ ادامهش. میگه محل قرارگیری تنابسه و قلب رو لازمه بدونیم. تو موقعش که برسیم بهت میگم. آره لازمه بدونیم، ولی خلاصش اینه که آقا تنابسه بی شکمی، قلب پشتیه. اینم از این. بریم سراغ کبوتر. میگه جانوران دیگری مانند پرندگان خار نیست چینه‌دان دارند. آقا پس چینه‌دان فقط تو ملخ نیستش، جانوران دیگه هم هست. ولی چی گفته؟ گفته پرنده دانه خار. پس اینم دوباره در مورد پرندگان دیگر صادق نیست. بچه‌ها پرنده هم دانه خار هم گوشت خار داریم، در مورد گوشت خارا صادق نیست، پس در مورد پرندگان دیگر صادق نیست. لوله گوارش رو این پرندگان نشون میده. ببین دیگه تو اینجا دیگه خیلی اومده کم گفته، دیگه فقط شکلش رو گذاشته. خودمون ما باید همه چیز رو بدونیم، یعنی دیگه آیتمی که هست باید همه چیز رو در نظر بگیریم. میگه بخش عقبی معده در این پرندگان ساختار ماهیچه ای است و سنگدان نامیده میشود. خب ببین تو شکل نگاه کن، آیا مثل اون بالا که برگشته بود گفته بود که بخش حجیم انتهای مری بهش میگیم چینه‌دان، اینجا هم شما میتونی بخش عقبی معده رو بگیری سنگدان؟ یعنی میتونی بگی سنگدان جزء معده است؟ خیر، اینجا سنگدان جزء معده نیست، مثل همون بالا چینه‌دان هم جزء چیز نبود، توی جزء مری نبود. منشأ جنینیش بله از معده است، ولی الان یه بخش جداست. پس دوباره من اینو بهت میگم، سنگدان جزء معده نیست. میگه سنگریزایی که پرنده میبلعد فرایند آسیب کردن غذا رو تسهیل میکند. در همین حد از پرنده توضیح داده، همه شو دیگه خودمون مسئولیم بریم سراغ شکل، روی شکل توضیح بدیم. ببین
خب پرنده دهان داره. آقا یهو برنگردی بگی پرنده دهان ندارد. پرنده دهان داره، بعد دهانش میاد به مری متصل میشه. آقا یه سوال ازت دارم، به نظرت اینجا چیه؟ یعنی اینجایی که یه ذره میبینی یه سری چین خوردگی داره، دوباره دوتا چین خوردگی به درون لگوارش برجسته شدن اینجا، این چه ناحیه‌ایش میشه؟ این میشه حلقش؟ آره میشه حلقش، ولی تو کتاب چون لفظ مری رو گفته دیگه در مورد حلق حرفی نزده و بالا هم در مورد کرم خاکی هم در مورد ملخ هم چیزی از حلق نگفته بود، بنابراین اینجا میگیرن که مری دارای چین خوردگی است. همین، فقط در همین حد بدون که یه چین خورد نمیدونیم چیه، مری دارای چین خوردگی است. مثل روده ملخ بود که چین خوردگی داشت، بالا اینجا هم مری چین خوردگی داره. بعد میاد بچه‌ها میرسه به چیندان. چیندان چه اتفاقی درش میفته؟ ما چون نمیدونیم متن جدید، یعنی متنی رو در مورد کبوتر نداریم، مشابهت سازی میکنیم با ملخ. پس در چیندان چی داریم؟ اولا نکته مهمش اینه که دوباره بزرگترین بخش لوله گوارش پرنده است. در ضمن نکته دومی که ازش میدونیم چیه؟ ذخیره و نرم کردن، وظیفش اینه، مثل همون بالا. پس یعنی گوارش مکانیکی دوباره اون بالا نداره. پس بچه‌ها تا اینجا هیچ گوارشی به هیچ صورتی ما نداریم، حتی بزاق هم نداریم، واقعا کبوتر بزاق نداره به معنای واقعی. بعد میرسیم به معده. معده داستانش چیه؟ ببین معده یه بخش کوچیکه، خیلی اندازه کوچیکی داره. در حدی که ما در مورد معده انسان میدونیم، اینجا هم در مورد معده کبوتر میگیم. میگیم دارای چیه؟ گوارشه شیمیایی و مکانیکی، یعنی هم آنزیم میسازه هم مایچه های دیوارش، با اینکه خیلی کوچیکه ولی مایچه های دیوارش دوتا کار میکنن. پس گوارش شیمیایی و مکانیکی رو توی معده داریم. بعد میرسیم به سنگدان. خب سنگدان داستانش چیه؟ اولا دومین بخش بزرگه، یعنی بعد از چیندان سنگدان دومین بخش بزرگ به حساب میاد. اونور بعد توی ملخ بعد چیندان معده بزرگترین بخش بود، ولی اینجا بعد از چیندان سنگدان بزرگترین بخش، دومین بخش بزرگه. و آیتمی که داره اینه که فقط گوارش مکانیکی داره، یعنی این داستانی که آنزیم های معده میان توی سنگدان پس گوارش شیمیایی هم داره، من در نظر نمیگیرم، چون دیگه کتاب هیچی در مورد متنش نگفته. بخوام گوارش شیمیایی تو سنگدان بگیریم دیگه خیلی داستان سنگینی میشه. من به نظرم فقط گوارش مکانیکی اگه طراح بخواد در نظر بگیره دیگه. اینجاش بچا کامل سلیقه‌ای میشه دیگه، وقتی متن کتاب چیزی نگفته ولی تست ازش در میشه. بعد ما میایم میبینیم که آقا اینجا روده باریکه. بچا ابتدای روده باریک چی حساب میشه؟ یعنی مثلا این محدودش، این ناحیه چیه به نظرتون؟ این ناحیه که داریم بگید ابتدای روده باریک چی بود اسمش؟ 12 بود. یادتونه توی انسان بچه‌ها اون موادی که از کبد ترشح میشد وارد لگوارش میشد، یعنی صفرا، اونم مجراش میومد به 12 میریخت. اینجا هم میبینی کبد کبوتر هم میاد دقیقا به 12 کبوتر میریزه. اوکی، یه چیزی مثل صفرا در واقع ترشح میکنه. خب بعد بچه ها تو روده باریکش، اینجا تقسیم بندی روده باریک و روده بزرگ رو داریم، برخلاف ملخ که کلا روده باریک بزرگ تقسیم بندی نمیشد ولی تو کبوتر چون مهره. حله بچه ها صدا هست؟ خب حله بریم. داشتم اینو میگفتم که گوارش مکانیکی شیمیایی و جذب مواد غذایی رو بچه ها توی روده باریک داریم و توی روده بزرگ هم منطقه مثل روده بزرگ انسان چی داریم؟ جذب آب و یون رو داریم و این مواد هم در نهایت میان از طریق مخرج دفع میشن دیگه، تکلیف معلومه. فقط در مورد کبد بچه ها نکته مهم، تنها اندامی که اینجا داریم میبینی جزء لوله گوارشی نیست. کدومه؟ تنها اندامی که داریم میبینی جزء لوله گوارشی نیست. بگو به من میتونه متوجه شه. آفرین، خود کبد دیگه. آقا کبد جزء دستگاه گوارش، جزء لوله گوارش نیست. اوکی، داشتیم در مورد انسان دیگه، جزء لوله گوارش نیست. پس حواست باشه این چون مهره داره بچه‌ها، مثل انسان کبد داره. اوکی، و اون داستان نکته‌های کبد در مورد اینم صادقه، جزء لوله گوارش نیست. بنابراین مثلا میتونیم بگیم سومین بخش بزرگ دستگاه گوارشه، سومین بخش بزرگ لوله گوارشه. نه، لوله جزء لوله نیست، ولی اگه بگیم سومین بخش بزرگ دستگاه گوارشه درست میشه، چون بعد چیندان و سنگدان کبد از همه بزرگتره. اینم از این. محل قرارگیریش هم بچه‌ها کجاست؟ ببین توی حفره قرار گرفته، بالا معده، راست چیندان، چپش سنگدانه، یعنی از دو طرف بین سنگدان و چیندانه، از بالا با معده در واقع در تماسه. پس مجاوره چیندان و سنگدان هست و زیر معده قرار گرفته. پس محل قرارگیریش هم مهمه. میبینی این محل قرارگیری رو حواست باشه.
این سه تاش از سه طرف بچه‌ها مهمه که به کدوم سمت در واقع قرار داره. خب اینم در مورد پرنده. نکته دیگه بچه‌ها در مورد پای پرنده هم بعضی وقتا سوال میدن، من نمیدونم چرا به پای همه جان داره کار دارن. حواست باشه که در مورد پرنده بگه سه تا انگوش به سمت جلو، یه انگوش به سمت عقب، یعنی پرنده دانه خوار 4 انگوش داره در پاش دیگه. واقعا دونستن این خیلی جالبه که من تو تست دیدم این هم میدن. خب در کبوتر گوارش شیمیایی در چینه دان آغاز میشه و مکانیکی از معده. ببین چینه دان در گوارش شیمیایی چینه دان دارم اینو میگم، ببین گوارش شیمیایی که در چینه دان نداریم اصلا، پس به هیچ عنوان اصلا ما نمیتونیم در چینه دان چیزی بگیریم. هم گوارش شیمیایی هم گوارش مکانیکی از معده آغاز میشود، پس حواست باشه اینو در مورد کبوتر این شکلی بگیر. خب بریم سراغ ادامهش که میشه گاو. بچه گاو رو بگم بعد برمیگرم سوالاتون رو جواب میدم. میگه پستاندار نشخوار کننده نظیر گاو و گوسفند، پس مثال هایی که ازش داریم بچه همین دوتا هن، یعنی دیگه چیزی به جز این دوتا رو ما نمیشناسیم. و حواست باشه اگر گیاهخواران دیگه ای رو بگه مثالش چیه؟ فیل و اسب. این دوتا رو چاپ قدیم میگفت الان خوبه بدونی، فیل و اسب نیستن، فیل و اسب گیاهخوارن ولی غیر نشخوار کننده، پستانداره گیاهخوارن ولی غیر نشخوار کننده. اوکی این اینا رو اگه بگه اصلا این داستان معده چهار قسمتی و نشخوار و اینا در موردشون صادق نیست. خب میگه پستانداران نشخوار کننده نظیر گاو و گوسفند معده چهار قسمتی دارند. و نکته بعدی نشخوار کردن صرفا در پستانداران است، یعنی هیچ جانداری رو نداریم نشخوار کنه و پستاندار نباشه. یعنی وقتی میگه پستانداران نشخوار کننده منظورش این نیستش که مثلا ما حشره نشخوار کننده هم داریم. نشخوار کننده بودن یک ویژگی فقط در مورد گروهی از پستاندارانه، هیچ جاندار دیگه نمیتونه نشخوار کننده باشه. خب کدوم نکته رو داری میگه آقای احمد پور؟ تو کتاب زیست نوشته بود. نه درست نیستش اصلا. اینکه چینه‌دان گوارش شیمیایی داره، من نمیدونم کی گفته چینه‌دان گوارش شیمیایی داره، اصلا همچین چیزی درست نیست، کامل غلط. خیال راحت بشه. خب حالا پس صرفا در پستاندارانه، معده میگه چهار قسمتیه. خب جانوران معده، یعنی این جانوران معده شامل چیه توشون؟ شامل کیسه بزرگی به نام سیرابیه. ببین توی هر کدوم از بخش‌های معده نشخوار کننده هم بعد لقبشو بلد باشی هم بعد اسمشو بلد باشی. در مورد سیرابی نگاه کن، کیسه بزرگ به نام سیرابی، پس لقب سیرابی شد کیسه بزرگ، لقب نگاری شد بخش. قبلا میگفت بخش کوچک، قبلا میگفت بخش کوچک، بخش کوچک هم دیدی درسته، ولی الان گفته بخش. اوکی بعدی اتاقک لایه لایه به نام هزارلا، پس هزارلا چی شد؟ اتاقک لایه لایه. ببین تو تست نمیاد مستقیم اسمشو بگه، میگه اتاقک لایه لایه چیکار میکنه، یعنی میاد لقبشو میگه، تعبیرشو میاد میگه. و معده واقعی یا شیردان، اینم دوباره لقبش معده واقعی شد، پس چهار بخش معده نشخوار کننده رو هم اسم هم لقبش رو باید بلد بشی. میگه این جانوران به سرعت غذا میخورن تا در فرصت مناسب یا مکانی عمد غذا رو با نشخوار کردن به دهان برگردونن و بجوند. پس سیستمشون چیه؟ غذا خوردنشون سریعه، یعنی جویدن و غذا خوردن و قورت دادنشون سریعه. چرا؟ ببین اینا در حالت عادی تو طبیعت شکار میشدن دیگه، چون خیلی دفاعی از خودشون نمیتونن بکنن گاو و گوسفند، بنابراین اینا سریع میرفتن غذا رو میخوردن میرفتن اینجا قایم میشدن، پس به سرعت غذا میخورن. مشابه کی بچه ها؟ اگر بخوایم بگیم شبیه به کیه، اینو قبلا تو چاپ نظام قدیم میگفت مثل کبوتر، الان خوبه بدونی، پس مشابه کبوتر. این کبوتر هم بچه ها چرا گوارش مکانیکیش به کمک سنگریزه انجام میشه؟ کبوتر دانه خوار البته، یعنی پرنده دانه خوار، با خاطر اینکه سریع غذا رو نوک میزنه، سریع غذا رو میبله، پس تو این ویژگیشون مشابهن. اینا سریع غذا رو برمیدارن تا در فرصت مناسب یا مکانی هم غذا رو با نشخوار کردن دوباره برگردن تو دهان کامل بجوند. پس غذای اولیه بچا جویده میشود ولی به مقدار کم، یعنی غذا نیمه جویده است اصطلاحاً. وقتی دوباره برمیگرده غذا کامل جویده است. میگه ابتدا غذا نیمه جویده بعد دیده میشه وارد سیرابی میشه، در آنجا به کمک میکروب ها تا حدی گوارش مییابد. این تا حدی گوارش مییابد یعنی فقط گوارش چی؟ فقط گوارش سلولوز، یعنی فقط گوارش سلولوز غذاست که گوارش مییابد. به خاطر همین گفته بهش تا حدی فقط گوارش مییابد. میگه در نشخوار کنندگان وجود میکروب ها برای گوارش سلولوز ضروری است. یعنی نشخوار کنندگان بچه ها آیا میتونند
خودشون هم سلولاز یعنی آنزیم تجزیه کننده سلولوز رو بسازن، امکانش وجود دارد نشخوار کننده خودش بیاد بسازه. نه هیچ نشخوار کننده، نه گاو، نه گوسفند، نه هیچ کدوم دیگه‌شون به هیچ عنوان آنزیم سلولاز رو نمی‌سازن. ولی میریم می‌بینیم که پایین‌تر گفته که آقا اکثر جان در واقع جانوران اکثرا سلولاز نمیتونن بسازن. یعنی یه سری جانور داریم که خودشون سلولاز رو تولید کنن، ولی اون جانوران نشخوار کننده ها نیستن. پس اینجوری بنویسیم که در نشخوار کننده هیچ کدام سلولاز را نمیسازن، یعنی سلولازی که تو بدنشون هست رو میکروب واسهشون ساخته، خودشون به هیچ وجه ژن ساخت سلولاز رو ندارن. سلولاز بچه ها فرقش با سلولوز چیه؟ سلولاز آنزیم تجزیه کننده سلولوزه، سلول آز. اوکی خب تو تست خیلی سلولاز و سلولوز خیلی با هم اشتباه میشه. مثلا نها کن تجزیه سلولاز بعضی وقتا تو تست میگن، میگن مثلا میکروب ها آنزیم تجزیه کننده سلولاز رو میسازن. نه، آنزیم تجزیه کننده سلولوز رو میسازن. سلولاز خود اسم خود آنزیم تجزیه کننده سلولوزه. میگه وجود میکروب ها برای گوارش سلولوز ضروری است. سلولوز مقدار زیادی انرژی دارد ولی اغلب جانوران فاقد توانایی تولید آنزیم برای آن هستند. پس اینجا میفهمیم برخی جانوران سلولاز رو میسازند ولی هیچ کدومشون نشخوار کننده نیستن. نشخوار کننده سیستمش همین داستان میکروبه. میگه سلولوز مقدار زیادی انرژی داره. چرا مقدار زیادی انرژی داره؟ به خاطر اینکه از گلوکوز ساخته شده دیگه. یعنی اگه تجزیهش کنیم به گلوکوز مقدار زیادی انرژی ازش به دست میآوریم. اغلب جانور فقط توان تولید آنزیم برای گوارش آن هستند. در مورد انسان هم بچه‌ها ما هم مثل جانورانی هستیم که نمیتونه سلولوز بسازه. یعنی ما هم اگر سلولوزی در بدنمون ساخته بشه که چاپ قدیم میگفت ساخته میشه توی میکروب های روده بزرگه، وگرنه الان میگیم آقا سلولوزی که ما میخوریم بدون هیچ گوارشی دفع میشه، چون اصلا میکروب ها رو صحبت نکرده کتاب ازش. خب بریم سراغ این تیکه. این تیکه چیز خاصی الان نداره. ببین من توضیح حرکات رو که بهت بدم بعد برمیگردم این تیکه رو بسات میگم، یعنی بریم از رو شکل توضیح بدیم. ببین من روشی که واسه یاد گرفتن این حرکت غذا میگم روش خیلی ساده ایه، یعنی چیزیه که خیلی راحت تو ذهنت میمونه. من میگم اینجوری حفظش کن. ببین غذا اول وارد دهانه، یعنی اول به صورت نیمه جویده تو دهانه. اوکی غذا رو نیمه جویده میره میجود توی سری میخوره به صورت نیمه جویده تو دهانه، بعد از دهان وارد مری میشه، بعد از مری میاد وارد چی میشه؟ داری میبینی دیگه، این زرد است، میاد وارد سیرابی میشه. توی سیرابی همون جایی بود که تا حدودی گوارش پیدا میکرد. چیاش گوارش پیدا میکرد؟ فقط این تا حدودی که میگی منظور فقط چیاشه؟ بگی آفرین، فقط سلولوزشه. دقیقا فقط سلولوزش گوارش پیدا میکنه. بعد از سیرابی وارد چی میشیم؟ وارد نگاری میشیم. بچه ها نگاری مثل یه پلیس میمونه، میاد غذا رو میبینه، میگه آقا اگر غذا کامل جویده شده باشه من اجازه عبور رو بهش میدم، اگه کامل جویده نشده باشه من برش میگردونم دوباره بره جویده بشه. پس نگاری میاد اینجا چک میکنه ببینه غذا نیمه جویده است یا کاملا جویده شده. میاد میبینه سری اولی که غذا اومده غذا نیمه جویده است، یعنی غذا اینجا نیمه جویده است، در ابتدا نیمه جویده است. اوکی میاد به نگاری، خب نگاری نمیذاره، برش میگردونه به کجا؟ به مری. اوکی پس غذا مجدد برمیگرده به مری و بعد میره توی دهان که جویده بشه کامل. این تو زمان استراحته، تو زمان آرامش، مکان امنه. خب زمانی که به طور کامل جویده شد، سلام مخلص، زمانی که به طور کامل جویده شد چه اتفاقی میفته؟ دیگه حالت دومشه دیگه، حالا سری دومه که غذا جویده است، دوباره همین مسیر رو میاد، یعنی از دهان دوباره وارد مری میشه، دوباره وارد سیرابی میشه و دوباره وارد نگاری میشه. فقط حواست باشه بار دومی که وارد سیرابی میشه چیه؟ بار اولش تا حدی گوارش مییابد. اوکی ولی بار دومی که تو سیرابی میاد چیه؟ داستانش چه اتفاقی میفته؟ بار دوم چی گفته متن کتاب در موردش؟ خیلی لفظ مهمیه. میگه بیشتر حالت مایه پیدا میکند. این بچه ها بار دومی که میاد توی سیرابی، این که میگه بیشتر حالت مایع پیدا میکند، این یعنی گوارش. ببین داشتیم قبلا غذا نرم بشه خیس بخوره گوارش به حساب نمیاد توی چین دان، این الان گوارش به حساب میاد. بگید به من
گوارش به حساب میاد بچه ها؟ خیر، این گوارش نیست. پس داستانی که وجود داره در سری دوم صرفا نرم میشه، یه ذره نرمتر میشه. پس سری دومشو بگیم بیشتر مایه میشه بعد، یا بیشتر حالت مایه پیدا میکنه. یعنی قبلش هم مایه بوده یه مقدار، الان بیشتر مایه میشود، مایه تر میشود. در سری دوم سیرابی نقش میگیره. پس یه سری نقشش تا حدی گوارش یافتنه، چون گسلوزا گوارش یافته دیگه، در سری دوم دیگه گوارش پیدا نمیکنه، بیشتر حالت مایه پیدا میکنه. بعد از نگاری بچه‌ها که رسید دیگه، نگاری اجازه عبور بهشون میده، اجازه عبور رو واردش میکنه به چی؟ به اتاقه که لایه لایه، که همون هزارلا بود. هزارلا که خب عبور مواد بچه‌ها از اینجا دیگه یه باره دیگه، میبینی یه بار مواد عبور میکنن، سری دومی دیگه وجود نداره. توی هزارلا چی میشه؟ آبگیری انجام میشه. آیا کامل آبگیری انجام میشه؟ نه، تا حدی آبگیری انجام میشه. چرا؟ بچه ها بقیه آبگیری تو روده بزرگ جانور انجام میشه، بالاخره روده بزرگ جذب آبگیری نداشت دیگه، پس اینجا تا حدی آبگیری داریم. بعد از هزارلا میرسیم به شیردان. اینجا دیگه شیردان بچه ها کاری که مهمه در موردش اینه که آنزیم‌های گوارشی خود جانور، یعنی خود جانور آنزیم‌های گوارشیشو در واقع اینجا ترشح میکنه که توی شیردان میاد. پس نکته مهم چیه؟ گوارش همه مواد دیگه، همه مواد به غیر از اون سلولوزی که اونجا تجزیه شده بود اینجا توی شیردان دچار گوارش میشه. ولی گوارششون کامل میشه؟ نه، گوارشش تو معده است دیگه، گوارش تو روده باریک بود که گوارش تکمیل میشد، گوارش مواد غذایی. پس همه مواد به کمک آنزیم های خود جانور گوارش پیدا میکنه. فقط تفاوتش بچه‌ها تو گوارش شیردان و گوارش سیرابی چیه؟ گوارش سیرابی و شیردان جفتشون گوارش جفتشون گوارش شیمیاییه، ولی گوارش سیرابی گوارش میکروبی بهش میگن اصطلاحا، یعنی گوارشی که به کمک میکروب های توی سیرابی انجام میشه. ولی گوارش شیردان رو اصطلاحا بهش میگن گوارش آنزیمی. یه سوال، یعنی توی سیرابی من آنزیم ندارم، یعنی گوارش میکروبی یعنی به کمک آنزیم انجام نمیشود؟ بگو به من. گوارش میکروبی یعنی، خب اینا کن گوارش آنزیمی و میکروبی تقسیم بندی کردیم دیگه، یعنی میکروبی به وسیله آنزیم نیست. چرا؟ به وسیله آنزیمه، فقط اصطلاحا بهش میگیم میکروبی، یعنی به وسیله آنزیم های میکروبه، نه آنزیم های خود جانور. اینو اصطلاحا میگیم گوارش آنزیمی، اون اصطلاحا بهش میگیم گوارش میکروبی. اینجا همه مواد دیگه توسط معده واقعی، یعنی همون جایی که در واقع داره آنزیم ها رو میسازه، اصلا علتی که بهش میگن معده واقعی همینه، توسط این تجزیه میشن. بعد وارد روده باریک میشیم که اینجا چی میشه؟ گوارش کامل میشه و در ضمن جذب مواد غذایی هم داریم. اوکی، و بعدم روده بزرگ و بعدم مخرج که دفع بشه. فقط تو روده بزرگش بچه ها چی میشه؟ آبگیری کامل داریم دیگه، یعنی این تا حدی آبگیری میشه. بعدش در مورد هزارلا بود، آبگیری کاملش در مورد روده بزرگه. به این ترتیبه سیستم گوارش توی نشخوار کننده. خب چند تا نکته بریم بالا بگیم، این متنشو یه دور بخونیم تمام شه. میگه توده غذا سپس به نگاری وارد میشود و به دهان برمیگردد. یعنی داستانی که وجود داره اینجا، این در واقع حرکت از نگاری به سمت دهان رو که گفته، این فلشه رو داره نشون میده توی سیرابیه، ولی متن نگفته که سری دومی که غذا میخواد برگرده به دهان آیا از توی سیرابی عبور میکنه یا خیر. ببین، با توجه به این که بار دوم که غذا میخواد بیاد برگرده از سیرابی رد میشه، از نگاری هم رد میشه، و این ناحیه که از سیرابی عبور کرده رو جزء عبور از سیرابی در نظر میگیره، این زرده رو هم خیلی ها میگن آقا وارد سیرابی هم میشه، ولی همه باش موافق نیستن. پس من اینو اینجا تو پرانتز، زمانی که از نگاری میخواد برگرده به مری، من توی پرانتز اینجا سیرابی رو وسط میذارم، ولی بدون که همه طرح ها در نظر نمیگیرم. پس عبور از سیرابی هم اینجا دوباره ممکنه صورت بگیره. اکثر مواقع بچه طرح ها میگن از سیرابی دوبار عبور داریم، نه سه بار. اگه اینجوری بخوام بگیم، ناکن یه بار اینجا، یه بار اینجا، یه بارم دوباره برگشتش، میشه سه بار. ولی اگر این یکی رو نگیریم میشه دو بار عبور از سیرابی. حالا دیگه این انتخاب خودتونه، تو تست بعد مقایسه کنید با گزینه، ببینید در نظر گرفته یا نه. پس این بیشتر حالت مایع پیدا میکنن، این بار دوم در سیرابی این اتفاق میفته. این تا حدودیش هم مهمه، نه کامل. و در نهایت میگه آنزیم های گوارشی خود جانور وارد عمل میشن توی شیردان و گوارش اداره پیدا میکنند. حالا در مورد ابعاد بچه ها اندازه ها بهت بگم. از لحاظ اندازه
بزرگترین و کوچکترین کیه؟ خب سیراوی داره میبینی بزرگترینه، هزارلا کوچکترینه. اینو که متوجه میشی. در مورد بچه ها ساختار جدارشون، اینو که اتاقه که لایلایه بود میدونستی، اینو اصطلاحا بهش میگن ساختار اسفنجی داره. اینم در مورد سیرابی هم میگن چین خوردگی داره. میبینی چین خوردگیشو. در مورد میکروب هایی هم که توی سیرابی بچه ها وجود داره حواستون باشه، خیلی مهمه، دیواره آنزیم نمیسازد، یعنی آنزیم گوارشی نمیسازد. ولی مثلا اگه بگیم آنزیم لیزوزیم میسازه یا نه، بله میسازه، اینو که همیشه میدونستیم. یعنی اگر به جدار اینجا اشاره کنه، مثلا به این بخش اشاره کنه، بگه یاخته های دیواره، دیواره منظور چیه؟ یاخته های خود جاندار، اینا آنزیم نمیسازن، آنزیم گوارشی اینجا نمیسازن، بلکه در اینجا آنزیم سلولاز وجود دارد، یعنی آنزیم گوارشی داریم در سیرابی. ولی آیا سیرابی آنزیم گوارشی میسازد؟ خیر، میکروب های توش آنزیم های گوارشی رو واسه ما میسازن. این نکته هم خیلی نکته مهمیه. در مورد نگاری هم که دیگه چیز خاصی نیستش، فقط عبور میکنن مواد، مواد رو حرکتش رو در واقع نیمه جویده و کامل جویده بودنش رو در واقع چک میکنه. از لحاظ تعداد بارهای عبور، تعداد بارهایی که مواد عبور میکنند، خب داری میبینی این پایین دهان چند بار مواد غذایی ازش عبور میکنن؟ یه بار که وارد میشن، یه بار هم که دوباره برمیگردن. پس دهان دو بار. مری چند بار عبور میکنه؟ سه بار. خیلی مهمه. ببین مری یه بار غذا وارد میشه، دوباره برمیگرده، دوباره وارد میشه. پس بچه‌ها هر موقع غذا وارد مری بشود، بگه هر زمانی که غذا وارد مری میشود به کجا، از کجا خارج میشه، متفاوته. یک زمان غذا وارد مری میشه از پایین به دهان وارد میشه، یه زمان دیگه غذا وارد مری میشه به سیرابی وارد میشه. پس غذایی که وارد مری شده است دو حالت دارد، یا به دهان وارد میشود یا به سیرابی. اینم نکته مهمیه توی تست ها. خب پس سه بار اینجا گفتیم. در مورد خود سیرابی چیه دیگه؟ مثلا چیز دیگه اختلاف نظره، دو یا سه بار. در مورد نگاری هم دیگه اختلاف نظری نیستش، دوباره عبور. هزار لا به بعدم بچه از اینجا به بعدم دیگه یک باره دیگه، یعنی هر باری که عبور میکنه دیگه مشخصه، هزار لا یک بار، شیردان یک بار، بقیه جاها عبور مواد یک باره ازش. خب تفاوت گوارش در شیردان و سیرابی هم بهت گفتم. اینجا خود دیواره آنزیم میسازه همه آنزیما به جز سلولاز، ولی اینجا سیرابی فقط سلولاز رو واسه ما تولید میکنه. از لحاظ بچه ها بالا پایینی هم حواست باشه که شیردان پایین ترین بخش معده است و سیرابی بالاترین بخش معده است. بالاترین بخش معده است. اگه کل لوله گوارش بگه بالاترین بخشش میشه دهان. و این نکته هم حواست باشه، تو بعضی از تست ها این کارو میکنن، مثلا میگن در لوله گوارش گاو مثلا بزرگترین بخش کدومه، دیگه این نمیتونی بگی چون فقط معده شو داری میبینی. متوجه میشی؟ تو صورت سوال حواست باشه بگه در معده جانور یا بگه در لوله گوارش. اگه لوله گوارش بگه مری، دهان، روده، اینا رو باید در نظر بگیری. ولی اگه بگه معده، فقط همین 4 تا بخش رو کافیه در نظر گرفته باشی. اینم از این پایینش هم بچه‌ها اینو بگیم. میگه ارتباط بین گوشخوار کنندگان با گرم شدن زمین، اینو باید بلد باشی. چه جوریه؟ گوارش سلولوز با میکروب ها، یعنی به وسیله میکروب وقتی گوارش پیدا کنه سلولوز، باعث تولید گازهای گلخانه ای میشود. توی معده جانور تولید میشه، معده خارج میشه، باعث گرم شدن زمین میشه، گازهای گلخانه ای. اینو ممکنه بپرسن چون فعالیت های کتاب بچه ها مهمه، یعنی تو کنکور میتونه مطرح شه، جوابش کتاب راهنما معلم داره مثل دینی و ممکنه مطرح شه. خب گازهای گلخانه ای میشه. اینم از این. خب این فصل هم تموم شدش. سوال اگه دارین بپرسین که بعدش بریم سراغ فصل بعدی. به من تمام صفحه کنم اگر میخواین عکس بگیرین، چون پی دی افشو میذاریم بعد کلاس، ولی اگه میخواین عکس بگیرین بتونید بگیرید. بذار من کوچیکش کنم. خب سوالاتون هم بپرسین. طبق این شکل بخش اعظم سیرابی بخش چپ بدن جانور هست. ببین این چپ و راست نیستش، این جلو عقبه، یعنی سمت راست تصویر جلوی بدن، سمت چپ تصویر عقب بدن گاوه، پس چپ و راست نیستش. کلاس ها همیشه داخل اسکای رومه؟ نه بچه ها، کلاس ها
چون این جلسه کلاس رایگان بودش تو اسکایروم گذاشته شد، جلسات دیگه توی قرار گذاشته میشه. کلاس تا ساعت حدود 8:30، یه ذره شاید بیشترم طول بکشه از 8:30. خب در سیرابی تا حدودی آنزیم هستش، در سیرابی تا حدودی آنزیم گفتم، آنزیم سلولاز فقط هست، گوارش تا حدودی اتفاق میفته. خب چینه‌دان جزء مری نیست، گفتم توضیح دادم، گفتم که چینه‌دان منشأ جنینیش مریه، ولی توی متن کتاب جزء مری در نظرش نمیگیریم، یعنی تو تست بهت بگن چینه‌دان جزء مری است غلط. سوال دیگه؟ فیلم ضبط شده این جلسه توی آپارات بچه‌ها میره رو پنلم، فرداش احتمالاً میره، یعنی یه مقدار چون ادیت باید بشه بعد قرار بگیره فرداش میره. خب اینم از این دیگه، حالا اگر عکستون رو گرفتین، چون میگم پی دی افش رو میذاریم. خب بچه‌ها 7:05 است، 7:25 تو آپارات رو تو بزنید، آپارات درس را میاره. هفته پیش نه، جلسه اولمون دوباره 12، ما جلسه اول همیشه 12 میریم، بعدش پایه رو کار میکنیم. پی دی اف رو تو پنل میذاریم واسه دوستایی که ثبت نام کردن. خب اینم از این بچه ها، ساعت 7:25 بیان که فصل 3 رو با هم دیگه شروع بکنیم، خسته نباشید. بریم ادامه کارمون فصل 3. بچه ها فصل 3 فصل به نسبت از نسبت فصل 2 فصل کم نکته تریه، ولی جزء فصل متوسط حساب میشه، یعنی فصلی که مثلا بگید خیلی هم ساده است اونجوری نیستش، ولی روونتره نسبت به فصل 2، دیگه اونقدر جزئیات شاید بتونیم بگیم نداره. خب بریم تیکه اولش. خب بچه ها حرفی که اولش میزنه، میگه نفس کشیدن یکی از ویژگی‌های آشکار در بسیاری از جانوران است. ببین این نفس کشیدن رو اگر که من بخوام یه اصطلاح علمی که جلوتر توی فصل داریم واسش به کار ببرم، معادل کدومه؟ کدوم چیزیه که جلوتر خوندیم؟ یعنی بخوام معادل بذاریم، معادل کدوم یکی از در واقع فرایندهاییه که واسه ما توضیح داده شده؟ میخوام ببینم کسی میتونه اینو بگه که به نظرتون با توجه به ویژگی هایی که گفته لفظ نفس کشیدن رو طراح کتاب، نویسنده کتاب واسه به عنوان چی گرفته، یعنی معادلش چه چیزی در نظر گرفتتش. آفرین، خیلی خوب. نفس کشیدن رو بچه ها معادل ساز و کار تهویه‌ای در نظر گرفته. ساز و کار تهویه‌ای در کیا وجود داره؟ الان واسه میگم. ببین جلوتر میریم میخونیم، میگیم آقا در جانداران ششدار، جانوران ششدار که مهردار هم هستن، اینجوری بگیم مهرداران ششدار، در مهرداران ششدار سازوکار تهویه‌ای داریم که حالا یا پمپ فشار مثبت یا فشار منفی. نفس کشیدن بچه ها هر نوع سازوکار تهویه‌ایه، یعنی در کیا وجود داره، یعنی اگه بگیم مثلا چه جانورانی نفس میکشند، ویژگی کیا میشه؟ مهرداران ششدار. اوکی میگه ویژگی آشکار در بسیاری از جانوران، این لفظ بسیاری که آورده از لحاظ تنوع بچه‌ها مثلا مهرداران ششدار گرفته بسیاری، اشکالی نداره، ما نمیتونیم بگیم آقا مثلا اینجا عیب داره حرفش، اوکی. ولی میخوام بهت بگم نفس کشیدن معادل سازوکار تهویه، یعنی اگر توی تست دیدی به همون معناست. خب میگه آقا در همه جانوران به یک شکل انجام میشود فلان اینا، خب مهم نیست، جلوتر میخونیم، میگه در ذهن بسیاری از ما نفس کشیدن معنای زنده بودن است. اوکی پس در ظاهر، این میگه در ذهن بسیار از ما، در ظاهر اگر بگه آقا در ظاهر نفس کشیدن نشان دهنده چی است، آیا در ظاهر نفس کشیدن نشان دهنده یکی از ویژگی های مثلا یکی از ویژگی های مثلا حیات هست؟ بله، مثلا این شکلی میتونه بیاد بگه، یعنی میخواد بگه که آقا علمی نیستش، ولی مثلا عامیانه اش نگاه میکنیم نفس کشیدن معنی زنده موندن است، و به خاطر همینه که وقتی میخوایم ببینیم کسی زنده است یا نه، نگاه میکنیم که نفس میکشه یا نه. آیا درسته؟ آیا از لحاظ علمی درسته؟ نه، ممکنه یک مثلا جاندار نفس نکشه ولی زنده باشه، مثلا در مورد حشره، حشره سازوکار تهویه‌ای نداره پس نفس کشیدن نداره، پس نفس کشیدن به معنای زنده بودن نیست. الزاما در مورد انسان هم همینه، انسان ممکنه یه زمانی مثلا دچار ایست تنفسی بشه ولی خب هنوز زنده باشه، بتونه برگرده. خب این از این، چیز خاصی دیگه نداره. بریم سراغ گفتار یک. بچه‌ها گفتار یک رو میاد با ارسطو شروع می‌کنه، این ارسطو با اینکه به نظر چرت و پرت میاد ولی خب ازش سوال میشه طرح بشه، نکات نکته داره. بذارید من نکاتشو بهتون بگم. خب
میگه ارسطو معتقد بود که نفس کشیدن باعث خنک شدن قلب میشود. پس بچه ها اعتقادات ارسطو و ندانسته های ارسطو رو باید بدونیم. اوکی؟ یه سری گزاره، یه مجموعه یه سری از گزارات تو این دوتا پاراگراف آورده که اینا یه سری از چیزایی که ارسطو اعتقاد داشت بهش، یه سری چیزایی که نمیدونست، یعنی یه سری چیزایی بود که واقعی بود و نمیدونست. پس من دو دسته میکنم گزاره های اینجا رو بخاطر اینکه راحت تر حفظ کنیم. یکی اعتقادات ارسطو، یکی نادانسته های ارسطو. مثل همونی که در مورد دانشمندا میگفتیم مثلا توی 12 که آقا یه دانشمند چی رو فهمید چی رو نفهمید. اینم همین میگه ارسطو معتقد بود نفس کشیدن باعث خنک شدن قلب میشود. پس این گزاره اولمون جزء ندانسته هاست، جزء اعتقادات، جزء اعتقادات. پس یک جزء اعتقادات. اون نمیدانست که هوا خود مخلوطی از چند نوع گاز است. این گزاره دومون چیه؟ چیزیه که ارسطو نمیدونست. درسته، ولی ارسطو نمیدونست. بنابراین هوای دمی و بازدمی رو از نظر ترکیب شیمیایی یکسان میدانست. این هم یکی از دوباره اعتقادات ارسطو میشه. ببین اینا رو عیناً همین بدون اینکه تغییر بدن، بدون اینکه تغییرش بدن توی تست همین شکلی میارن. یعنی مثلا میگن آقا هوای دمی و بازدمی یکسان است. آیا اینو ارسطو میدونست یا نمیدونست؟ مثلا اعتقاد داشت بشه نداشت. خب پس این سومی هم اینجوریه. پس ببین ما میدونیم از لحاظ واقعی هوا چیه؟ انواع گازها رو داره. یعنی مثلا یه دونه فقط اکسیژن، یه دونه مثلا نیتروژن نیست. مخلوط چند نوع گازه. پس این واقعیشه و ارسطو چون نمیدونست مخلوط چند نوع گازه، فهمید که همون هوایی که میفرستیم تو همونیه که میاد بیرون. ترکیباتش اصلا عوض نشده. خب برمیگرده میگه مقایسه هوای دمی و بازدمی نشان میداد که این دو هوا با هم متفاوتن. خب متفاوت بودنش رو دوباره جزء چیه؟ این جمله رو اگه بیاره دوباره جزء نادانسته‌های ارسطو. میگه هوای دمی اکسیژن بیشتری داره، در هوای بازدمی کربن دی اکسید نسبت به هوای دمی بیشتر است. خب ببینیم ادامه بدیم تا تش دیگه، چون وقتی در واقع ادامه همون گزاره قبلیه داره میگه که تفاوت گازهاش به این صورته که اکسیژن و کربن دی اکسیدش فرق میکنه. بنابراین اهمیت فرآیند تنفس از اون چه ارسطو میپنداش فراتر بود. پس با توجه به اینا به این نتیجه میرسیم که ارسطو با توجه به دانستاش اهمیتی رو در نظر گرفت با تنفس که واقعیت خیلی بیشتر از اون اهمیت داشت. درک این اهمیت زمانی ممکن شد که آدمی توانست ارتباط دستگاه تنفس و دستگاه گردش خون را بیابد. آقا ارتباط دستگاه تنفس و دستگاه گردش خون یعنی اینا که با هم ارتباط دارن، این به نظرت گزاره ایه که ارسطو میدانست یا نمیدانست؟ این خیلی مهمه. من بگو این جزء دانسته های ارسطو بود جزء نادانسته های بود؟ بگو ببینم. ببین جزء نادانسته بود، ولی یعنی من اینو بخوام تقسیم بندی کنم میذارم اینجا، چون ارسطو نمیدونست که مثلا دستگاه گردش خون و مثلا شش چجوری اکسیژن رو با هم جابجا میکنن. اینو میگفت فکر کنم واسه خنک شدن قلبه. ولی بالاتر نگاه کن، ارتباط دستگاه تنفس و قلب رو میدونست. میدونی چی میگم؟ یعنی میدونست که آقا دستگاه تنفس و قلب یه ارتباطی با هم دارن، چون جزء یکی از گزاره‌هاشه. پس تو تست میتونه اینجوری بیاد بپیچونتت که این رو بیاد بگه ارسطو هیچ ارتباطی میانه هیچ کدوم از اجزای دستگاه تنفس و قلب و دستگاه گردش مواد نمیدونست، در صورتی که قلب جزئی از دستگاه گردش مواد دیگه. پس ارتباط بین تنفس و بخشی از دستگاه گردش مواد رو میدونست، نه اینکه واقعا چه جوری علمیشو نمیدونست که چه جوری کار میکنه. فقط میدونست آقا قلب و تنفس یه ربطی به هم دارن. خب منطقیه دیگه، اون گازی که توی شش میاد تبادل میشه با خون برمیگرده توی قلب، بنابراین یه ارتباطی رو دارن و این رو میدونست. خب یعنی خود ارتباطه رو علمیشو نمیدونست، ولی بالاخره یه ارتباطی بینشون بلد بود. خب حالا این از این. پس این دو تا پاراگراف اول در همین حد بعد ازش بلد باشید. چیزی که مهمه اینه که آقا توی این گزاره چهارم که جزء نادانسته‌های ارسطو بود میگه آقا هوای دمی اکسیژن بیشتر داره، هوای بازدمی کربن دی اکسیدش بیشتره. یه سوال از شما دارم. آیا میتوان گفت در هوای دمی در خون روشن، یعنی خونی که اینو اینجوری بگیم، در هوای دمی، هوایی که وارد بدن میشه، اکسیژن نسبت به کربن دی اکسید بیشتر است؟ درسته اینو میتونیم بگیم؟ این جمع گذاری درسته؟ در هوای دمی اکسیژن از کربن دی اکسید بیشتر است. این درسته؟ بله. آیا میتونیم بگیم در هوای بازدمی کربن دی اکسید بیشتر از اکسیژن است؟ خیر.
یعنی ما انتظار داریم که آقا خب مثلا تو یه دونه اکسیژن بیشتر باشه، تو یه کربن دیوکسید بیشتر باشه، ولی اینجوری مقایسه نکرده. اومده اکسیژن دمی رو با اکسیژن بازدمی مقایسه کرده، کربن دیوکسید دمی رو هم با کربن دیوکسید بازدمی مقایسه کرده، نه اینکه اکسیژن و کربن دیوکسید دمی رو با هم مقایسه کنه، اکسیژن و کربن دیوکسید بازدمی رو. پس بخوایم به ترتیب غلظت رو بگیم، از لحاظ مقدار، از لحاظ مقدار بخوایم بگیم، اکسیژن دمی از همه بیشتر، بعد اکسیژن بازدمیه، بعد کربن دیوکسید بازدمیه، بعد کربن دیوکسید دمیه. اوکی، پس نسبت غلظتشون اگه بخوایم با هم مقایسه کنیم اینجوریه. همیشه بچه‌ها تو هر هوایی، چه هوای دمی چه هوای بازدمی، اکسیژن بیشتر از کربن دیوکسیده، چون همون هوای بازدمی هم بچه‌ها ما فهم کنیم چقدر اکسیژنش میتونیم استفاده کنیم. مثلا اگه 20% هوا اکسیژن باشه، 3-4% استفاده می‌کنیم، عمده اکسیژن دوباره برمیگرده. پس همیشه بچه‌ها تو هر هوایی اکسیژن نسبت به کربن دیوکسید بیشتره. ولی حالا اگه اکسیژن دمی و بازدمی مقایسه کنی می‌بینی کربن دیوکسید و بازدمی دمی هم مقایسه کنی می‌بینی که اینجوری. خب بریم سراغ پایینش. میگه دستگاه جراحی خون رو از اندام‌ها جمع‌آوری می‌کنه، به سوی ششها می‌آوره، مشخصه. این خون رو بهش میگن خون تیره. بچه‌ها می‌تونیم بگیم خون آبی اگر توی تست بیاره خون آبی مثلا بازگشتی به قلب، درسته؟ خون تیره رو بگیم خون آبی. درست است این؟ آقا این نکته از حواست باشه، اونی که سیاه رگا رو به رنگ آبی نشون میدن به این معنی نیست که خون آبیه، به این معنی که خون تیره است، میخواد تفکیک بشه بفهمی. بچه‌ها خون کم اکسیژن نگاه کنی همون قرمز رنگ، فقط قرمز تیره است. اون که به آبی نشون میدن میخوان سرخ رگ و سیاه رگ رو از هم تفکیک کنن که متوجه بشی. پس خون تیره نه آبی، تو تست آوردن آبی غلطه. و کربن دی اکسید زیادی دارد، در ششها کربن دی اکسید از خون گرفته میشه، تبدیل میشه به خون روشن که دیگه همون خون قرمز روشن منظورشه. میگه خون روشن توسط دستگاه گردش خون به اندام‌ها و یاخته‌ها فرستاده میشود. دیگه چیزیه که توی گردش مواد دیدیم دیگه، یعنی چیز بدیهی لازم نیست توضیح بدیم. به این ترتیب همواره به یاخته بدن اکسیژن میرسد، کربن دی اکسید از آنها دور میشود. حالا میخواد بگه چه ضرورتی داره، چرا باید این کارو انجام بدیم. در فصل قبل دیدیم که یاخته‌ها چگونه مواد مغذی رو به دست میارن. انرژی مواد مغذی مثل گلوکز بعد ابتدا به انرژی ذخیره شده در ATP تامین شود. پس بچا تبدیل شود. پس فقط از گلوکز ما ATP تولید نمی کنیم. اوکی، اینجا که این واکنشو گفته من اینو می نویسم، اگه این واکنشو بهت داد بچا، این تنها راه تولید ATP در بدن نیست، این یکی از راه‌های تولید ATP در بدنه. راه‌های دیگه‌اش چیه؟ به جای اینکه گلوکز رو بسوزونی بیا مثلا اسید چرب بسوزون، به جای گلوکز بسوزونی آمینو اسید بسوزون، یا مثلا به جای اینکه اصلا میخوای ATP تولید کنی چیزی رو بسوزونی بیا مثلا از کراتین فسفات استفاده کن. پس تولید ATP بچا تنها به این روش تو بدن انجام نمیشه، ما مواد مغذی زیادی داریم به جز گلوکز که میتونیم توی بدن مصرفش بکنیم. پس این مثل گلوکز رو حواست باشه، فقط این واکنش نیست. میگه واکنش خلاصه شدهش به صورت زیره. بچه این خلاصه شده است، واکنش اصلیش یعنی که چه مراحلی انجام میشه تا گلوکز تجزیه میشه، تو فصل 5 12 میخونی. الا ماشاءالله مرحله داره. این فقط خلاصه شده است، یعنی کلیتشو داره بهت میگه. اکسیژن و گلوکز با هم میسوزن، ADP و فسفات به هم وصل میشن، میشن ATP. چیز تکلیف خیلی تکلیف مشخصی. به این واکنش بچه ها میگن تنفس یاخته ای. اوکی، پس همین الان بهت بگم، اگه برگردم بگم مثلا در هر نوع تنفسی ششها دخالت داره توی انسان، آقا تنفس یاخته ای تنفسیه که در حد میتوکندری یاخته ها داره انجام میشه، اصلا چیزی به معنی نفس کشیدن نیست. اصطلاحا به این واکنش میگن تنفس یاخته ای، چون ترکیب شدن با اکسیژن، یعنی سوختن با اکسیژنه. پس تنفس یاخته ای با تنفس عادی متفاوت است. اوکی، من اینو بهت بگم، این کاملا یه سیستم دیگه ای، اصطلاحا بهش میگن تنفس یاخته ای، منظور نفس کشیدن نیست. پس با تنفس عادی اشتباه نشه. تنفس عادی یه چیزه، تنفس خالی که بگیم یه چیزه، تنفس یاخته یه چیز دیگه است. میگه علت نیاز به اکسیژن را توجیه میکند، اما کربن دی اکسید چرا باید دور شود؟ خب میگه اکسیژن رو میخوایم چون بالاخره این واکنش بعد انجام شه، انرژی یاختهمون تامین میشه، ولی کربن دی اکسید هم باید دور کنیم. یکی از علت زیانبار بودن کربن دی اکسید است که میتواند با آب واکنش داده و کربونیک اسید تولید کند. آقا این میتونه بدون آنزیم باشه؟ یعنی بدون آنزیم این واکنش انجام میشود یا نه؟ تبدیل کربن، یعنی جمع کردن ترکیب کربن دی اکسید و آب که بدهد کربونیک اسید. ببین اینجا اصلا حرفی در مورد آنزیم کربونیک اسید نیاورده. پس بدون آنزیم هم میتونه انجام بشه، ولی با سرعت کم. همون چیزی که خوندیم، همون چیزی که توی 12 خوندیم که آقا واکنش‌های آنزیمی بدون آنزیم هم انجام میشن ولی کند. اوکی، پس بدون آنزیم هم ممکن است، یعنی نیاز نداره کربونیک اسید حتما باشه.
میگه این تغییر پهاش باعث تغییر ساختار پروتئین ها میشود. خونده بودیم که میتواند عملکرد پروتئین ها مختل کنه. پس بچه ها اگر پهاش بدن ما یک کوچولو جابجا شه، پهاش خون 7.4 اگه این 7.4 مثلا بچه ها بره به هولوش مثلا 6.8 برسه باعث مرگ میشه. یعنی یه تغییر پهاش کوچیک انقدر ساختار پروتئین ها رو عوض میکنه که باعث مرگ میشه. چرا؟ چون پروتئین ها اصل کار رو انجام میدن. شما فرض کن پروتئین نداشته باشیم، چه اتفاقی میفته؟ یعنی یهو در یه لحظه کل پروتئین بدن ما مختل شد. خب دقیقاً به مرگ منجر میشه دیگه. خب میگه از آنجا که بسیاری از فرآیندهای یاخته‌ای را پروتئین‌ها انجام می‌دهند، چه قیدی از فرآیندهای یاخته‌ای؟ بسیاری، نه همه. اینو بچه‌ها دوباره تو 12 بهت گفتم. گفتم آقا اگه بگه در همه فرآیندهای یاخته‌ای پروتئین‌ها دخیلن، غلطه. علتی که علت متن کتابی که این جمله رو بهت گفتم همینه که آقا اینجا گفته آقا پروتئین‌ها در بسیاری از فرآیندها نقش دارن. از بین رفتن عملکردشون اختلال گستره در کار یاخته‌ها و بافت‌ها ایجاد می‌کنه. کل کار بدن مختل میشه. و این جمله آخر خیلی مهمه. در واقع افزایش کربن دی اکسید خطرناک‌تر از کاهش اکسیژن است. افزایش کربن دی اکسید بچه‌ها در لحظه میتونه بکشه، ولی کاهش اکسیژن مثلا تا یه مدت بدن میتونه تحمل کنه اگه اکسیژن نباشه. عمده مشکلی که پیش میاد اگر تنفس مختل شه، این اسیدی شدن خون، کربن دی اکسید خون تجمع پیدا می‌کنه، باعث مرگ میشه. اینم از این. تو این شکل هم بچه‌ها داری میبینی دیگه، اگر مثلا این گازه رو بهت نشون دادن، یعنی دیدی دوتا گوی به هم دیگه وصلن، چون ممکنه این شکل بردارن بهت بگن این چه گازیه، این اکسیژنه. اگه دیدی 3 به هم وصلن که اون کربنش هم میبینی جداست، میبینی میشه کربن دی اکسید. بعد بچه ها در کربن دی اکسید دو اتم اکسیژن مجاور هم دیگه هستن یا نه؟ در کربن دی اکسید دو اتم اکسیژن مجاور هم دیگه هستن یا خیلی هستن فاصله دارن؟ نباید باشن. از لحاظ ساختار لوئیس دیدی دیگه، کربن دی اکسید بچا کربن وسط زاویه بین دو تا اکسیژن 180 درجه است. یعنی یه کربن وسط 180 درجه، مثل آب نیستش که یه دونه اکسیژن باشه دو تا هیدروژن با هم دیگه زاویه‌شون کمتر از 180 باشه. ولی اینجا تو این شکل به خاطر اینکه کربن دی اکسید اینجوری نشون داده، ممکنه خیلی با آب اشتباه گرفته بشه. پس من اینو این شکل رو حواست باشه، این کربن دی اکسیده نه آب. اوکی، این قیافه رو حواست باشه. بعد نشون داده اکسیژن اینجا مجاور هم دیگه. تو تست اگه دیدی درست بگیرین. خب دیگه مورد خاصی نداره. ببین اینو دیگه میدونی دیگه، از شش میاد اینجا تا این ناحیه خونه روشنه. تو این ور نمودار سمت چپ نمودار خونه روشنه، بعد دوباره تا برگره به شش خونه تیره میشه. بچه‌ها در این مسیر چند بار از قلب عبور میکنه؟ یعنی در از شش تا اندام ها چند بار از قلب عبور میکنه تو این ناحیه؟ یعنی این شکل رو بدن بگن تو این فلش این سمتش چند بار از قلب عبور میکند؟ بگید من کسی ایده ای نداره؟ چه خوب بچه ها، شش خونه روشنی که ازش برمیگشت میرفت توی سمت چپ قلب، بعد سپس به کل بدن در واقع هدایت میشد. پس سمت چپ قلب اینجا از سمت چپ قلب عبور میکنه، یعنی عبور از سمت چپ قلب رو در این ور داریم، اون سمت چی؟ عبور از سمت راست قلب. یعنی زمانی که خون از اندام ها برگشته، حالا میخواد به شش بره، از سمت راست قلب عبور کنه. این شکل تو ممکنه بدن اینا رو ازت بخواد. خب ببین به نظر شکلیه که هیچ نکته نمیشه ازش در آورد، ولی خیلی چیزا میشه ازش داد. این آزمایش هم بچه‌ها آزمایش مهمیه، به این چیزی که به این دلیلی که تست ازش تر میشه، خیلی ساده است فهمیدنش، یه ذره دقت کنید متوجه میشید. اول اینکه چیزای مهمش تو متنش چیه؟ اول اینکه بدونی که آقا 3 گاز نیتروژن، اکسیژن و کربن دی اکسید رو کتاب به رسمیت شناخته در هوا. اوکی، یعنی این 3 گاز رو به غیر از مثلا آرگون اگه گفت داریم نداریم، آقا این 3 رو میشناسه صرفا. خب میگه مقدار هوای دمی با بازدمی از نظر مقدار نسبی کربن دی اکسید رو میخوام با هم مقایسه کنیم. یعنی که آقا غلظت کربن دی اکسید تو کدوم بیشتر؟ یعنی هدف این آزمایش اینه، هوای دمی و بازدمی غلظت کربن دی اکسید توش سنجیده بشه. میگه چیکار میکنیم؟ میایم از محلول آباهک یا برومتیمول بلو استفاده میکنیم، نه هر دو. یعنی توی یک آزمایش اینجوری نیست که یه لوله رو آباهک بریزیم، یه دونه ظرف مثلا برومتیمول بلو بریزیم. میگه میتونیم از این دوتا استفاده کنیم. سیستمش چجوریه؟ آباهک بی رنگ، زمانی که بهش کربن دی اکسید برخورد کنه میشه شیری رنگ. برومتیمول بلو هم آبی رنگ، از این بی رنگه میشه شیری رنگ. برومتیمول بلو هم ببین، برومتیمول بلو یعنی آبی رنگ، زمانی که کربن دی اکسید باش برخورد کنه میشه زرد رنگ. اینا شناساگرن یا معرف کربن دی اکسیدن. تغییر رنگشون بچه‌ها نشون دهنده اینه که کربن دی اکسید وجود داره یا نه.
این دستگاه چه شکلیه؟ این دستگاه این حالت رو داره بچه، یه لوله داره. این لوله رو دوباره میذاریم تو دهان، مثلا دستگاه اسپیروگرام چجوری یه لوله داره. این لوله رو میذاریم دهان، از تو این تنفس میکنیم، یعنی هوای دمی و بازدمی رو از تو این رد میکنیم. بچه ها یه سوال ازتون دارم، اگر من توی این لوله بازدم انجام بدم، بازدم یعنی که هوا رو فوت کنم توی این لوله، هوا از ششای من خارج شه، بازدم بیاد توی این لوله، وقتی هوا رو فوت کنم توی این لوله، از سمت راست لوله رد میشه، از سمت چپ هوا؟ ببین تفاوتش چیه. نگاه کن، در سمت راست لوله ظرف الف، لوله اومده تا آب، تا توی آب رفته. در سمت چپ لوله تا توی آب نرفته. نگاه کن اینجا تموم شده توی این ناحیه. از اون طرف لوله دیگه ای که ارتباط بیرون و داخل ظرف رو با هم برقرار میکنه، تو این یکی ظرف لوله کوتاست، تو این یکی ظرف لوله بلنده. خب این ساختار واسه چیه؟ بچه‌ها کل هدف این دستگاه اینه که هوای دمی و بازدمی رو از هم تفکیک کنه. یعنی دمی از یه ظرف عبور کنه، بازدمی از یه ظرف. چجوری این کارو میکنه؟ زمانی که من فوت کنم فشار هوا اینجا زیاد میشه. خب شما خودت حساب کن، اگه هوا باشی دوست داری تو این لوله بری یا دوست داری تو این لوله بری؟ ببین اگه از این لوله بری اینجا حباب میشی، راحت میای بیرون. اوکی، یعنی تجمع پیدا نمی‌کنی، خیلی راحت می‌تونی فرار کنی بیای بیرون. ولی اگه تو این لوله باشی، چون توی این هوای این اطراف جمع میشه، ببین هوا میاد اینجا فشارش زیاد میشه دیگه، چجوری نمی‌تونی که سطح آبو بدی پایین، بنابراین اینجا یه فضای محدودی هست، هوا میاد اینجا حبس میشه، بنابراین به علت فشار اولین ذراتی که بیان اینجا دیگه ذرات به هوای بعدی، مولکول‌های بعدی نمی‌تونن وارد شن. بنابراین هوای بچه‌ها بازدمی تقریبا همش از این ظرف عبور می‌کنه. پس اینجوری بهت بگیم که ظرف الف عبور هوای بازدمیه. آیا فقط هوای بازدمی؟ نه، بگیم 99% هوای بازدمی، یعنی تقریبا فقط هوای بازدمی، یه تقریبا هم بیار که مطمئن باشی. پس عبور هوای بازدمی از این ظرف، فوت میکنی توش، اینجا حباب ایجاد میشه میاد بیرون. هوای دمی چطور؟ ببین هوای دمی رو اگه بخوایم بکشین، این سمت لوله تو آبه دیگه، شما اگه مکش کنی اینجا فشار کم میشه، فشار منفی میشه. توی این ظرف بچه ها باید آب بیاد بالا. توی این ظرف چی؟ هوایی که اینجا محبوسه باید بیاد بالا. به نظرت هوا راحت تر کشیده میشه یا آب؟ خب چگالی آب خیلی بیشتره. اگه شما بخوای مکش کنی آب و بیاریم بالا خیلی کار سخت‌تریه. پس لحظه ای که شما مکش میکنی هوا از این ور میاد تو و نتیجهش این میشه، به خاطر اینکه فشار هوا اینجا کم میشود، هوایی که بیرون وجود داره میاد، مثل قلیون، قلیون دقیقاً سیستم کارش همینه، میاد هوایی که این فضا تخلیه شده رو میاد پر میکنه. یعنی بچه‌ها این در واقع عبور هوای دمیه. اگر متوجه نشدی حرفای منو، لازم نیست، فقط حفظش کن، یعنی اصلا نیاز نیست مکانیزمش رو بلد باشی، چون مکانیزمش مکانیزم فشار تو فیزیکه، فشار سیالات تو فیزیکه. اگر متوجه نشدی مهم نیست، فقط حفظ کن ظرف الف، اونی که لوله توشه هوای بازدمی ازش عبور میکنه، اینجا هوای دمی عبور میکنه، همین. خب انتظار داریم چه اتفاقی بیفته وقتی که تنفس میکنیم؟ مثلا 10 دقیقه فرض کن تنفس کنیم، انتظار داریم کدوم ظرف رنگش عوض بشه اول؟ کدوم ظرف رنگش عوض بشه؟ ظرف الف. چرا؟ به خاطر اینکه اول هوای بازدمی از این داره هوای دمی عبور میکنه، از این هوای بازدمی. کربن دی اکسید تو هوای دمی بیشتر یا بازدمی؟ گفته بودیم بالاتر، تو هوای دمی مثلا 4-5% هوا، عظمم 0.04% هوا تو هوای دمی کربن دی اکسیده، ولی تو بازدمی مثلا 4% کربن دی اکسیده. پس چندین برابره تو هوای بازدمی. پس اینجا میفهمیم تو لوله الف تغییر رنگ زودتر رو داریم، یعنی زودتر تغییر رنگ میده. چرا؟ به خاطر اینکه خیلی مقدار کربن دی اکسید هوای بازدمی زیاده. ولی آیا ظرف ب اصلا تغییر رنگ نمیده؟ چرا ظرف ب هم تغییر رنگ میده؟ بالاخره تو هوای دمی هم، هوای جو هم، یه مقدار کربن دی اکسید داریم. پس وقتی هوا وارد این ظرف بشه، یه مقدار دوباره تو این ظرف هم بعد از یه مدتی تغییر رنگ داریم. پس این ظرف رو میگیم چی؟ تغییر رنگ دیرتر. تمام. دقیقاً توضیحاتی که اینجا داده همینه. میگه چرا هوای دمی به یک ظرف، هوای بازدمی به یک ظرف دیگه وارد میشه؟ بعد توضیح دادم. نخست در کدام ظرف تغییر رنگ میبینیم؟ الف. آیا معرفه در هر دو ظرف سرانجام تغییر رنگ میدهد؟ بله. چه چیزی رو نشان میدهد؟ جو CO2 دارد. اینکه هوای دمی هم باعث تغییر رنگ میشه، یعنی در جو هم یه مقدار CO2 وجود داره که در ظرف ب هم ما تغییر رنگ رو میبینیم. بچه اینو همه فهمیدن؟ اینو چیزی بود کسی سوال داشته باشه؟ به غیر از اون مکانیزمی که توضیح دادم، اون مهم نیست فهمیدنش، بقیهش رو فهمیدین؟ خب حل. میگه آیا 11 هم کلاس داریم؟ بله 11 هم کلاس داریم. با همین شماره تماس بگیری، بگی واسه 11 میخوای ثبت نام کنی، کلاس 11 هم ثبت نام میشه. خب اینم از این. بریم بخش‌های عملکردی
دستگاه تنفس. بچه ها نکته خیلی مهم اول همینه که بخش عمل کردی گفته. قبول؟ وقتی میگه بخش عمل کردی، من یه نکته واسات بنویسم. اینو با ساختاری اشتباه نگیر. توی 12مون دوگانه ساختار عمل کرد و خیلی با هم صحبت کردیم. آقا هر جا میدونیم میگه ساختار عمل کرد، ساختار عمل کرد. اینجا میگه تفاوت‌های مهمش. از لحاظ ساختاری بچه‌ها اگه بخوایم دستگاه تنفس رو تقسیم بندی کنیم، میفهمیم که مثلا اینجوری تقسیم بندی میشه. نایجه اصلی، نایجه فرعی، نایجک، نایجک انتهایی، نایجک مبادله ای، حبابک، به اینجوری تقسیم بندیش. ولی یعنی میخواد بگه از لحاظ آناتومی، یعنی نگاه کنیم خب این نای قزروف داره، مثلا قزروفش سی شکله، اون نایجه است قزروفش مثلا فلان. پس از یعنی نگاه کنیم تقسیم کنیم میشه تقسیم ساختاری، بر اساس ظاهر تقسیم کنیم میشه تقسیم ساختاری. ولی بر اساس عمل کرد یعنی چی؟ یعنی که ببینیم وظیفش چیه. ببین از لحاظ ساختاری دستگاه تنفس به بخش زیادی تقسیم میشه، گفتم نای، نایجه، فلان. ولی از لحاظ عمل کرد به دو بخش تقسیم میشه، چون عمل کرد دستگاه تنفس بچه ها به طور کلی اینه: هوا رو بیاره تو، تعادل انجام بده، ببره بیرون. خب اون ناحیه‌ای که تعادل انجام میده رو از لحاظ عملکردی بهش میگیم بخش مبادله ای. اون بخشی که هوا رو میاره تو من میبره بیرون میگیم بخش هادی، هدایت کننده، یعنی هوا رو صرفا هدایت میکنه به داخل و خارج. اوکی، پس این بخش عملکردی از این جهت میگه از نظر عملکرد میتوان دستگاه تنفس رو به دو بخش اصلی و نه بخش هادی و بخش مبادله ای تقسیم کرد. خب چرا من اینقدر وقت گذاشتم اینو توضیح بدم؟ ببین تو تست چجوری گولت میزنن، این سوال منو جواب بدین. در بخش عمل کردی از دستگاه تنفس که در آن موجک یافت می شود، امکان یافت شدن یاخته های نوع دوم حبابکی وجود دارد. بگو ببینم این درسته یا نه. یه بار دیگه میگم، در بخش عمل کردی از دستگاه تنفس که در آن موجک یافت می شود، امکان یافت شدن یاخته های نوع دوم حبابکی وجود دارد. این درسته یا غلط؟ خب همه میگن غلط ولی درسته، به خاطر اینکه به این دقت نکردی. آقا چی گفتم؟ گفتم در بخشی عمل کردی از دستگاه تنفس که در آن موجک یافت میشود. یعنی کدوم بخش؟ بخش هادی رو که همه میدونن، دمت گرم، آفرین، زحمت کشیدی. بخش مبادله‌ای هم بچه ها یه جاش موجک داره، مگه یادت نمیاد توی نایجک مبادله‌ای هم در ابتداش ما موجک رو میتونستیم ببینیم؟ مگه نه اینکه نایجک مبادله‌ای جزء بخش مبادله‌ای است؟ پس در بخش مبادله‌ای هم امکان یافتن موجک داریم. خب بخش مبادله‌ای همون جایی که یاخته نوع دوم حبابکی هم در همونجا دیده میشه. این بچه ها تست کانون پارسال بود و خیلی زرنگی کرده بود طراح، یعنی می‌خواست ببینه تو فرق بخش ساختاری عمل کردی میدونی یا نه. حالا اگه فرض کنم من همین بخش عمل کردی رو نمی‌آوردم، میگفتم در هر بخش از دستگاه تنفس بخش خالی بیاره، منظورش بخش ساختاریه. در هر بخش از دستگاه تنفس که مثلا موجک امکان یافت شدنش هست، امکان یافت شدن مثلا یاخت نوع دو هم داریم، ممکنه یافت نه، توی نایجک مبادله موجک داریم ولی نوع دو رو توی نایجک مبادله نداریم. یعنی اگه بخوای بخش ساختاری نگاه کنی دیگه فقط بعد نایجک مبادله رو ببینی، نایجک مبادله رو ببینی توش نوع دوم نیست. ولی اگه بخوای بخش عمل کردی نگاه کنی بعد کل بخش مبادله رو ببینی. تو بخش مبادله هم موجک رو داریم، هم یاخته نوع دو رو داریم. موجک کجا؟ ابتدای نایجک مبادله. نوع دو کجا؟ توی حبابک. فهمیدین چی شد؟ پس اینو خیلی حواست باشه، این کرمو میریزن طراحا بعضی وقتا. بخش ساختاری عمل کردی رو از هم تفکیک کن تو ذهنت. بریم بخش هادی. بخش هادی بخش عمل کردی که بخش هادی از مجاری تنفسی تشکیل شده، یعنی از کجا تا کجا. ببین اگه بخوام بهت از لحاظ اجزای ساختاری بهت بگم، منظورش اینه از بینی که ابتدای کاره تا نایجک انتهایی. تو این هر چی هر در واقع مجرای این وسط وجود داره بهش میگیم بخش هادی. آیا میتونیم بگیم از همه مجاری تنفسی تشکیل شده است؟ یعنی هر مجرای تنفسی داریم جزو بخش هادیه؟ نه، اینجوری نیست. دقت کن، نایجک مبادله ای مجرای تنفسی است. ببین مجراست دیگه، نایجک مجراست، مجرای تنفسی است ولی جزء بخش هادی نیست. گرفتید شد؟ پس حواست باشه که مجرا یعنی هر چیزی که لوله باشه. خب نایجک مبادله مجرا هست ولی پس اگه بگه بخش هادی از همه مجرای تنفسی تشکیل شده است، غلط.
هوا رو به درون و بیرون دستگاه تنفسی هدایت میکند. پس بچه ها هدایت دست هوا به درون و بیرون دستگاه تنفسی میشه نقش اصلیش. اوکی، منطقیه دیگه، نقش اصلی هدایته، چون بخش ما اسمش بخش هادیه دیگه، کل بخش نقش اصلیش اینه که هوا رو بیاره تو ببره بیرون. و در ضمن سه تا نقش فرعی هم داره، میخواد هوا رو واسه ما مطلوب کنه، یعنی هوا واسه تبادل آماده بشه، هوای خوبی بشه واسه تبادل. پس بخش هادی فقط یه لوله ساده نیست که هوا رو بیاره تو ببره بیرون، نقش اصلیش همینه. ولی نقش فرعی هم داره، هوا رو مرطوب میکنه، هوا رو گرم میکنه، از ناخالصی ها پاک میکنه. پس نقشای فرعیش سه تاست. چی هست؟ اینا نقشای فرعیه. آن از ناخالصی پاک میکنه، مثل چی؟ میکروب و ذرات گرد و غبار، یعنی زنده و غیر زنده. هر ناخالصی که میخوایم داشته باشیم، بچه‌ها ناخالصی ها میفهمیم اینجا تقسیم میشن به ناخالصی های زنده و غیر زنده دیگه، دو دسته میشن. پس هر دو ناخالصی هم زنده هم غیر زنده رو پاک میکنه، گرد و غبار هم شد غیر زنده، پاکسازی میکنه و گرم میکنه و مرطوب میکنه. این سه تا میشه چی؟ سه نقش فرعیش. چرا این کارا رو میکنه؟ تا برای مبادله گازا با خون آماده شود، یعنی هوا مطلوب شود، نه مرطوبا، مطلوب شود. مرطوب کردن هوا یه بخشی از مطلوب کردنشه. سه تا کار باید بکنیم تا هوا مطلوب و مناسب بشه واسه تبادل. گرمش کنیم، مرطوبش کنیم و از ناخالصی پاکش کنیم. اوکی؟ در این کارا اگر انجام بدیم هوا برای تبادل مطلوب یا آماده میشود. میگه از بینی تا ناجک انتهایی به بخش عادی تعلق داره. گفتیم ابتدای مسیر ورود هوا در بینی، یعنی اون اولین قسمت که بینی ابتداش، از پوست نازکی پوشیده شده است که موهای آن مانعی در برابر ورود ناخالصی ایجاد میکند. پس ببین اولین آیتمه که وظیفه داره واسه ما انجام میده، یه وظیفه‌ای رو واسه ما داره انجام میده، چیه؟ موهای اون پوست نازک ابتدای بینی. یعنی همین بچه ها، ابتدای بینی یعنی همین پره های بینی هست، همین اولش، فقط همینجا پوسته. از اینجا به بعدش که میره تو، یعنی حفره بینی رو در واقع به سمت داخل داریم دیگه، فقط مخاط موجک داره، فقط ابتداش از جنس پوسته. پس مانعی در برابر ورود ناخالصی ایجاد میکند. پس مو، این اولین آیتم محافظتیه، قبول، موهای ابتدای پوست بینی. میگه با پایان یافتن این پوست مخاط موجک دار آغاز میشه. پس موها یه دونه، مخاط موجک دار آغاز میشه که در سر تا سر مجرای هادی ادامه پیدا میکند و حتی بعد از مجرای هادی، یعنی از دیگه بجز ابتدای بینی، از خود بینی تا آخر ناجک انتهایی مخاط موجک داره. و در ضمن یه ذره از ابتدای ناجک مبادلی هم بهت گفتم مخاط موجک دار هست. اوکی؟ پس آیا مخاط موجک دار صرفا در بخش هادی دیده میشود؟ خیر، میگه در سر تا سر مجرای هادی ادامه پیدا میکنه. این مخاط یاختای موجک دار فراوان داره. پس دو تا آیتم خود این مخاطه داره، یکیش یاختای موجکدار فراوانه که کمک میکنه و دومیش چیه؟ ترشحات مخاطی. این ترشحات مخاطی هم آیتم کمک کننده دومه. در این ترشحات مواد ضد میکروبی هم داریم. پس علاوه بر ترشحات مخاطی، مواد ضد میکروبیش هم که عامل آیتم در واقع سوم حفاظتی حساب میشه هست. مثالش چیه؟ مثالش چیه؟ بگید به من مثالش دیجوزیمه. دقیقا، پس مثل لیزوزیم، نه فقط ها، ببین گفته ترشحات مثل لیزوزیم، نه فقط لیزوزیم. خب یعنی مواد ضد میکروبی دیگه هم هست که ما بلد نیستیم، مهم نیست، ولی بدون که لیزوزیم یه دونه از مهم باشه. میگه ترشحات مخاطی ناخالصی هر هوا رو ضمن عبور به دام میاندازد. این به دام انداختنه بچه ها ویژگی کدومه؟ ویژگی ماده مخاطیه. ماده مخاطی مگه چسبنده نبود؟ پس اگر بگیم قسمت به دام انداختن کار با کیه، با ماده مخاطی است. و در ضمن یه قسمت دیگه هم داره کار ما. موجک ها با حرکات ضربانی خود ترشحات مخاطی و ناخالصی به دام افتاده به سوی حلق میرانند. پس این دیگه کار دومه. پس ناکن مخاط موجکدار مگه نگفتیم میخواد اینو مواد دستگاه تنفس از ناخالصی حفظ کنه؟ دو جز داره، یکی ماده مخاطی، یکی موجک. ماده مخاطی به دام میاندازه، موجک ها با زنش های خود میبرن به کجا؟ مواد رو میبرن به سوی حلق. اوکی؟ پس همینجا میفهمیم بچه ها، آیا زنش موجک ها یک طرف است؟ یعنی زنش موجک ها صرفا از پایین به بالاست؟ آره؟ نه. ببین اگر پایین حلق باشه زنش موجک ها از پایین به بالاست، اگر بالا باشه یعنی در بینی از بالا به پایینه. پس حواست باشه که این به سوی حلقی که میگه، در بینی از بالا به پایین،
موجک ها زنش میکنن و میرانن این ماده مخاطی رو در نایب در واقع در بقیه نگیم نایب بگیم در بقیه مناطق از پایین به بالا. این هم از این. خب میگه در آنجا یا به دستگاه گوارش وارد شده، شیره میدان رو نابود میکند یا به خارج از بدن هدایت میشود. دوباره زمانی که به اونجا رسید دو حالت داره، یا توسط شیره معده تخریب میشه یا کلا به خارج بدن هدایت میشه. توی حلق دو حالت داره دیگه، یا به صورت خلط تف میکنی در واقع مواد ترشحی که جمع شده رو، یا اینکه اونو قورتش میدیم به صورت اتوماتیک قورت داده میشه. قورت داده میشه میره توی معده، میکروب هاش توی شیره معده تخریب میشن. پس این در مورد مخاط مژگدار. مخاط مژگدار یه کار دیگه ای هم که میکنه، هوا رو مرطوب هم میکنه. یعنی یک وظیفه دیگه ای که داره مرطوب کردن هوا هم هستش. پس این آیتم رو هم واسه شما نظر میگم. بچه‌ها آخرش یه جمع‌بندی میکنم، اینا رو همه رو با هم دیگه کنار هم میذارم. میگه مرطوب کردن هوا برای تبادل گازها ضرورت دارد. اگر بچه‌ها هوای ما مرطوب نشه، هوای خشک بیاد برسه به هوابک‌های ما، خیلی خوب مبادله نمیشه. هوا باید مرطوب بشه و حتما. گازهای تنفسی تنها در صورتی که محلول در آب باشن میتونن بین شش و خون مبادله شون. یه سوال ازت دارم، مرطوب کردن هوا با محلول کردن هوا در آب هم معنیه؟ این دوتا لفظ یکسان هم بچه ها؟ نه، مرطوب کردن هوا یعنی این که من اون آبی که وجود داره به صورت بخار توی هوا ببرم. محلول کردن یعنی هوا رو بیام به صورت مولکولی حلش کنم توی آب. ببین فرقش اینه، آب توی هوا حل بشه یا هوا توی آب حل بشه، فرقش اینه. مرطوب کردن یعنی هوایی داریم که توش ذرات آب هست، محلول کردن یعنی آبی داریم که توش ذرات هوا هست. ولی حواست باشه برای اینکه بتونی یک گاز رو محلول کنی، در ابتدا باید مرطوبش کنی. یعنی گاز خشک خیلی راحت نمیاد محلول بشه. شما گاز خشک، هوای خشک اگه بیاری توی هوابک، اصلا مرطوب خیلی خوب محلول نمیشه توی اون مایعی که در سطح هوابک هست. بنابراین در ابتدا تو باید بعد بخش هادی تو مرطوبش بکنه اون هوا رو، بعد که رسید به هوابک حالا اون هوایی که مرطوب شده محلول هم بشود. خب پس تنها در صورتی که محلول در آب باشد میتونه مبادله شود. این بچه‌ها کاملا حرف صحیحه. یعنی اینو حواست باشه که هوایی که هوای نامحلول باشه، یعنی همونجوری اکسیژن باشه، نمیتونه عبور کنه، چون اول باید حل بشه بعد بیاد مثلا بین خون مبادله بشه. این تنها در صورتش هم خیلی مهمه. میگه در بینی شبکه وسیع از رگ‌هایی با دیواره نازک وجود دارد. بچه‌ها این یعنی مویرگ؟ نه الزاما مویرگ. متوجه شدی دیواره نازک که میگه؟ خیلی هاش بچه ها سرخ رگ با دیواره نازکن. یعنی میخوام بهت بگم این که بگی فقط موی رگ، نه، هر سه نوع رگ هستن اونجا، هر سه نوع رگ هستن. ولی بحث اینه که هر سه نوع رگ نسبت به جاهای دیگه دیوارشون نازکتره. یعنی هم موی رگ، هم سرخ رگ، هم سیاه رگ در دیواره بینی به مقدار زیاد داریم که هوا رو گرم میکنه. این شبکه به سطح درونی بینی بسیار نزدیکه. یعنی بچه ها حفره بینی اگر مثلا همچین ناحیه رو برش بزنی، میبینی یه حفره مکعب مستطیل به سمت داخل میره. میگه در سطح داخلی این حفره بینی، توی این چهار بچی که بهت گفتم، این مویرگ های خونی به مقدار مویرگ ها و سرخ رگ و سیاه رگ های خونی به مقدار زیاد حضور دارن. بنابراین آسیب پذیری بیشتری دارد، آسانتر از دیگر نقاط دچار خونریزی میشود. پس آسیب پذیریش بچه ها به خاطر چیه؟ به خاطر اولا دو تا آیتمه، یکی به دیواره به خاطر دیواره نازکشه، دوم به خاطر اینکه به سطح درونی بینی بسیار نزدیکه. به این دو دلیل بچه ها آسیب پذیره. متوجه شدین؟ دیواره نازک و نزدیک بودن به سطح درونی بینی. کارش چیه؟ کارش چیه؟ به نظر شما اصل کار بچه ها چیه؟ گرم کردنه. پس تا اینجا بحث مرطوب کردن رو صحبت کردیم، گرم کردن رو صحبت کردیم، پاک کردن از خالصی هم صحبت کردیم که هر کدوم چه بخشی درش دخالت داره. میگه هوا با عبور از بینی، دهان یا هر دو. پس سه حالت داره، یا میتونه فقط از بینی رد شه، مثل تنفس عادی که شما داری انجام میدی، تنفسی که دهنت بسته است داره از بینی عبور میکنه، هوا فقط از بینی رد میشه. دو از دهان رد شه، مثلا حالتی که شما دماغت گرفته است، سرما خوردی، هیچ راهی واسه عبور از بینی نیست، بنابراین از دهان رد میشه. یا هر دو. زمانی که بچه شما خیلی نفس میزنی، هر دو بخش کمک میکنن به عبور هوا، یعنی هم دهانت هم بینیت از هر دو بخش هوا موقعی که مثلا شما دویدی نفس میزنی عبور میکنه. میگه حلق گذرگاهی ماهیچه ای است که هم هوا هم غذا از آن عبور میکنن. همون بچه ها چهار راهه بودش که خوندیم، اوکی، همون چهار راهه بود که خوندیم. ماهیچه ای هم هست، درسته دیگه، تو دیوار جزء لوله گوارش بود دیگه، دیوار لوله گوارش در واقع ماهیچه ایه. میگه انتهای حلق به یک دورایی ختم میشود. پس حلق در مجموع چهار راه داره،
از این چهار راه ابتدایش، ابتدا در ابتداش دو راه چی و چی و چی رو داره؟ دهان و بینی رو، بینی رو داره. در انتهاش چی داره؟ مری و نای رو داره. اوکی، به دو راهی ختم میشه. در این دو راهی حنجره در جلو و نای در پشت است. عزمم یعنی مری در پشت است. حنجره بچه همون ابتدای نای هستش. پس چهار راه حل رو اینجا فهمیدی که به دو راه ابتدایی و دو راه انتهایی تقسیم کرده. یعنی اینو اگه تو گوارش هم ازت پرسید بگه در انتهای حل چند تا راه هست، نگی چهار تا، در انتهاش دو تا است، در ابتداش هم دو تا، در مجموع میشه چهار راه. خب میگه حنجره در ابتدای نای واقع است، آیا جزء نای هست یا نه، یا یه بخش جداست؟ بگو به من، آیا جزء نای هست یا یک بخش جداست؟ بچه جزء نای کاملا. حنجره در ابتدای نای واقع است، دقیقاً اولین بخش نای، از لحاظ علمی کاملا بچه حنجره ابتدای نایه. چرا؟ یعنی جزء نای است. چرا اینجوری میگیم؟ توی فصل گوارش همچین حرفی زده بود دیگه، گفت آقا حلق چهار راهه، یه راهش به نای، یه راهش به مری ختم میشه. خب پس حنجره ای که ابتدای نای بوده رو جزء نای گرفته که گفتی یه راهش به نای ختم میشود. پس از اونجا میتونیم بفهمیم حنجره جزء نایه. میگه در تنفس دو کار مهم رو انجام میدهد. دو تا کارش چیه؟ یکی اینکه دیواره غضروفیش دور تا دور غضروف داره، مجرای هوا رو باز نگه میداره. این همیشه است؟ نه، بجز در هنگام بعد، یعنی بجز در هنگام بعد به طور قطع بچه ها همیشه بازه. و دیگر راهش، دیگر کاری که میکنه اینه که یه درپوشی به نام برچاکنای داره یا اپیگلوت داره که خونده بودیم، موقع بل بسته میشه، مانع ورود غذا به نای میشه. اینم دیگه تو گوارش کامل دیده بودیم. پس اینم آیتم در واقع دومش، نگاه کن، یه دونه وظیفه این، یه دونه وظیفه اون. پس ببین تو این فصل میبینی که خیلی وظیفه محور عمل کرده، گفته آقا این بخش 3 تا وظیفه داره، اون بخش 4 تا وظیفه داره، یعنی وظایف رو دونه دونه بعد در مورد بخش‌ها خیلی دقیق بلد باشی. میگه دیواره نای حلقه های غضروفی شبیه به نعل اسب یا حرف سی دارد که مجرای نای را همیشه باز نگه می‌دارند. پس یه آیتمی که وجود داره اینه که مجرای نای، مجرای خود مجرای نای همیشه بازه، یعنی این بدون مثال نقضه. ولی در مورد حنجره چی؟ یه سری تایم ها میتونه باز باشه، یه سری تایم ها میتونه بسته باشه، ولی نای بچه ها به صورت طبیعی هیچ وقت بسته نمیشه. میگه دهانه این سیه به سمت مری قرار داره. چرا بچه ها؟ چرا اصلا غضروفش سی شکله؟ به خاطر اینکه مواد غذایی که توی مری میرن و بل میشن، خب مری حرکات کرمی داره دیگه. اگه قرار بود این غضروف کامل باشه و سی شکل نباشه، مواد غذایی که تو مری رد میشدن از این غضروفا نمیتونن رد شن، چون مری نیازه که افزایش حجم پیدا کنه زمانی که اون لقمه داره عبور میکنه دیگه. این سی شکل بودنه باعث میشه که این مریه بتونه یه مقدار گسترش پیدا کنه، به درون نای در واقع برجسته بشه و مواد غذایی بتونن عبور کنن. در حرکات لقمه بزرگ غذا در مری با مانع روبرو نمیشود. ساختار نای رو هم اینجا نشون داده، همه رو بررسی با هم میکنیم. فقط بچه ها قبل از اینکه این شکلا رو بیایم بررسی کنیم، من میخوام شکلا رو یهو با هم بگم، چون شکلا به هم دیگه مربوطن و متن هم به هم مربوطه. متن رو یه دقیقه بریم تا آخر بخش مبادله، بعد برگردیم شکلا رو با هم دیگه بررسی کنیم. میگه نای در انتهای خود به دو شاخه تقسیم میشه و نایجای اصلی رو وجود میاره. نای میاد این پایین، دو شاخه میشه نایجا رو وجود میاره، هر نایجا اصلی میره توی یه شش. اوکی دیگه معلومه، در آنجا خودش هی تقسیم میشه، دوباره نایجه نایجک نایجک تقسیم های باریکتر پیدا میکنه، همچنان که از نایجه هستی به سمت نایجک های باریکتر پیش میره از مقدار غضروفش کاسته میشود. پس اینو حواست باشه که بیشترین مقدار غضروف کجاست؟ مقدار غضروف توجه به این حرفی که میزنه تو کجاست بچه ها؟ بیشترین مقدار غضروف از لحاظ اندازه تو کدوم بخشه؟ بگید به من. توی نایه بچه ها. درسته غضروفش سی شکله، ولی نای اندازش حداقل دو برابر نایجه های اصلیه. نایجه اصلی غضروفشون حلقه کامله، ولی یه سیه نای نسبت به یه حلقه کامل نایجه اصلی خیلی بزرگتره. پس بیشتری مقدار غضروف بچه ها برخلاف چیزی که شاید فکر کنی نایجه است، نایه. و کمترین مقدار غضروف میشه چی؟ آخرین نایجه ها، یعنی آخرین نایجه ها دیگه حداقل میزان غضروف دارن. و میگه انشابی از نایجه که دیگر غضروفی ندارد نایجک نامیده میشود. پس تفاوت مهم نایجه و نایجک، یعنی تمایز اصلی نایجه و نایجک همینه. اگر بهت
یه انشاب از شش دادن، گفتن بگو این نایجکه یا نایجه هست، فقط نگاه میکنی ببینی غضروف داره یا نه، اندازشو کار نداریم، فقط نگاه میکنی ببینی غضروف داره یا نه، اگر اندک غضروفی هم توش پیدا شد میشه نایجه، اگر هیچ غضروفی نداشت میشه نایجک. به علت نداشتن غضروف نایجک ها میتوانن تنگ و گشاد شوند. این خیلی مهمه. پس تنها بخش تنظیم کننده عبور هوا در دستگاه تنفس هست. یعنی بچه ها بخش های دیگه دستگاه تنفس عبور هوا رو تنظیم نمی کنن. ببین حنجره که یا میبنده یا باز میکنه، مقدارش رو تنظیم نمیکنه. نای هم که همیشه بازه، نایجه هم که به خاطر غضروف اصلا تکون نمیتونن بخورن سر جاشون، همیشه دیوارشون بازه. جایی که میتونیم کم کنیم مقدار ورود هوا رو یا زیاد کنیم بسته به نیاز بدن، مثلا توسط اعصاب سمپاتیک یا پاراسمپاتیک یا هورمون مثلا اپینفرین نورپینفرین، کجاست؟ توی نایجک هاست. این ویژگی نایجک ها به دستگاه تنفس امکان میده تا بتونه مقدار هوای خروجی یا ورودی را تنظیم کند. تنها جایی هم که تنظیمو داره همینه، جای دیگه هیچ تنظیم دیگه نداریم. آخرین انشاب نایجک در بخش هادی، نایجک انتهایی نام دارد، پس این در بخش هادیش مهمه. پس به طور کلی اگه بگه آخرین انشاب نایجک میشه چی؟ آخرین انشاب نایجک میشه چی؟ خالی بگه، بگه آخرین انشاب نایجک در دستگاه تنفس میشه چی؟ میشه نایجک مبادله ای. آخرین انشاب نایجک میشه مبادله ای. ولی اگر بگه آخرین انشاب نایجک در بخش هادی میشه نایجک انتهایی. اوکی؟ پس بچه‌ها نایجک انتهایی لحظه انتهاییش به خاطر اینه که انتهای بخش هادیه، نه اینکه انتهای نایجکه. یعنی آخرین نایجک نیست، به خاطر اینکه بخش هادی اونجا تموم میشه اصطلاحاً بهش میگن نایجک انتهایی. خب اینم از این. این بخش مبادله هم بخونم بعد میرم شکل‌ها رو مفصل بررسی می‌کنم. میگه بخش مبادله با حضور اجزای کوچکی به نام حبابک مشخص می‌شود. پس تمایز بین هادی و مبادله اینه، خود حبابک ها و هر نایجکی که روش حبابک وجود داشته باشه میشه نایجک مبادله. پس نایجکی که روی اون حبابک وجود داشته باشه نایجک مبادله مینامیم. دوباره اینم من بهت بگم، وجه تمایز هادی و مبادله، مهمترین وجه تمایزی که بین هادی و مبادله داریم اینه، تا نایجکی که هیچ حبابکی روش نیست، یعنی اصلا خبری از تبادل نیست، بهش میگه متعلق به شادیه. اولین جایی که حبابک دیدیم خود حبابکه و خود نایجکی که حبابک روش قرار گرفته رو بهش میگیم نایجک مبادله‌ای و حبابک جزء بخش مبادله‌ای قرار میگیره. پس وجه مهم نایجک مبادله‌ای داشتن حبابک. نایجک مبادله‌ای در انتهای خود به ساختاری شبیه به خوشه انگور ختم می‌شود که از اجتماع حبابک ها به وجود آمده است. هر یک از این خوشه ها رو یک کیسه حبابکی مینامیم. پس خوشه انگور بچه ها حواست باشه تعبیر کیسه حبابکیه. تو شکل تو کتاب میوه زیاد تشبیه کرده. بچه ها اندام گلابی مانند چیه؟ بگو به من. اندام گلابی مانند چیه؟ بگو. رحمه، آفرین. اندامی که قبلا چاپ قبل میگفت، بذار ببینم کسی میتونه بگه. اندامی که اندازه گردوه چیه؟ گردو کسی میدونه کدوم بود؟ اینو بعد بدونید امسال چون مهمه. پروستات، آفرین. بعد نخود کسی میدونه چیه؟ نخود شنیدین به چی تعبیر میشه؟ نخود، آفرین. نخود میشه غده هیپوفیز. دقیقاً اینا رو شنیده باشی، یعنی مثلا این لفظ میگه خوشه انگور هم حواست باشه میشه کیسه حبابکی. ببین از این کارا میکنن تو تست، مثلا خوشه انگور سه نقطه. ببین حالا من یه تست دیده بودم، شاید باورتون نشه بچه‌ها، برگشته بودن گلابی رو که رحمه با اون دونه های اسکلروید موجود تو میوه گلابی ترکیبی زده بودن. یعنی توی صورت سوال نوشته بود هر سه نقطه گلابی، بعد اون سه نقطهش رو نوشته بود یا هر اندام گلابی مانند یا نوشته بود میوه گلابی. دو تا گزینش در مورد رحم بود، دو تا دیگه در مورد یافته اسکلروید موجود تو میوه گلابی بود. یعنی از این کارا میکنن، دیوونه بازی هم ترا در میارن. بنابراین بچا این تشبیه هایی که میکنه مهمه، با اینکه به نظرتون چرت و پرت میاد، به نظر منم چرت و پرته، ولی خب باید بلد بشه. خب این از این. میگه مخاط مژک‌دار در طول نایجک مبادله ای به پایان میرسد، بنابراین در محل حبابک های مخاط وجود ندارد. ببین گفته در طول نایجک مبادله به پایان میرسد، یعنی کجاش؟ یعنی تا کجا مخاط مژک‌دار داریم دیگه بعدش نداریم؟ حدود وسطش. پس این طول مخاط نایجک مبادله که میگه، منظور حدودا وسط نایجک مبادله ایه.
یعنی بچه ها ناجی که موجه تا وسطش مخاط موجک داره دیگه، اون نیمه دومش انتهای دومش موجک توش وجود نداره. به جاش چی وجود داره بچه ها؟ بافتی مشابه بافت هوابک. یعنی میخوام بهت بگم ناجک مبادی یه چیز دوگانه است. یه تیکه اولش مثل بخش هادی میمونه از لحاظ ناجک، از لحاظ مخاط مجکدار. یه تیکه دومش مثل هوابک میمونه، یعنی سلولاش سلولهای سنگ فرشی تک لایه ان واقعیت به اون شکلن. بنابراین تبادل گاز هم در ناجک مبادی داریم که الان واسه توضیح میدم. خب بنابراین به هوابک که دیگه میرسه دیگه مخاط وجود نداره. پس هوابک و نیمه دوم ناجک مبادی بافت پوششیشون مخاط مجکدار نیست. بافت پوششون بافت پوشش سنگ فرشی ساده است که یه لایه آب پوشوندتش. ماده مخاطی نه، آب. آب با ماده مخاطی فرق میکنه. خب میگه که در هوابک ها گروهی از یاخت‌های دستگاه ایمنی به نام درشخوار یا ماکروفاژ مستقر شدن. تو 11 هم خوندید دیگه. این یاخت‌ها باکتری و ذرات گرد و غبار را نابود میکنن. پس هم دوباره هم بچه‌ها زنده‌ها رو نابود میکنن، هم غیر زنده ها رو نابود میکنن. یعنی بچه ها اگر همین الان بهت بگه که دستگاه ایمنی در از بین بردن ذرات خارجی غیر زنده هم نقش داره، جوابش اینه که درسته، بله، هر ذره خارجی که وارد بدن شه، حالا میخواد گرد و غبار باشه، اصلا ماده عادی نباشه، میخواد باکتری باشه، ماکروفاژ هر چی باشه رو میره میخوره، خب که از مخاط مجکدار گریخته اند نابود میکنه. پس بچه ها اگر تو مخاط مجکدار تکلیف کار، یعنی کار انجام بشه، دیگه اصلا به حد ماکروفاژ هوابکی نمیرسه، ولی اگر به اون حد برسه ماکروفاژ دیگه اون در نهایت کار نابود میکنه. درشخوارها یاخته با ویژگی بیگانه خاری و توانی حرکتن، میدونید، خوندید تو 11 هم، نه فقط در کیسه هوابکی بلکه در دیگر نقاط بدن نیز حضور دارن. آیا میتونیم بگیم در همه نقاط بدن؟ لفظ دیگر یعنی همه بچه‌ها؟ نه. کجا مثلا میدونیم؟ کدوم قسمت بدن رو مطمئنیم هیچ ماکروفاژی نیست؟ ببین به طور کلی میدونیم در بدن هست، ولی کجا رو مطمئنیم هیچ هوابکی نمیتونه یافت بشه؟ بگید به من. قطعی هوابک چیز عذر میخوام ماکروفاژ نداشته باشیم. آفرین، خون. ما میدونیم دیگه ماکروفاژ های یاخته‌ای بودن، گلوبول سفید نبودن، پس در خون پیدا نمیشدن، اصلا ابعادش انقدر بزرگه هیچ وقت نمیتونه توی خون باشه. پس در دیگر نقاط بدن منظورش بچه‌ها در اکثر نقاط بدنه، نه در همه نقاط بدن. میگه هنگام نفس کشیدن حجم کیسه هوابکی تغییر میکند. موقعی که نفس رو میدی تو بزرگ میشه، موقعی که نفس رو میدی بیرون کوچیک میشه. لایه نازکی از آب، باز دوباره تاکید میکنم، جان بفرم، باتری عوض کنی. است مجدد صدا هستش بچه ها؟ باتری دوباره باید عوض می شدن. کلن کلاسمون چون طولانیه هی باتری ها ختم میشه. خب پس میگه در اکثر نقاط بدن هم یافت می شوند. داشتم اینو بهت می گفتم که لایه نازکی از آب می پوشانه اونجا رو، نه ماده مخاطی. ماده مخاطی کجا می پوشند؟ فقط در مخاط مجکدار. اوکی، ماده مخاطی صرفا در مخاط مجکدار این کار رو می کرد، در صورتی که توی هوابک و اون نیمه دوم ناجک مبادلی که بهت گفتم مخاط مجکدار توش تموم شده، فقط آبه، یه لایه نازک از آبه. خب میگه که سطحی از هوابک که در تماس با هوا است و پوشانده، یعنی سطح داخلی هوابک و اون ناجک مبادلی رو میپوشونه. بنابراین هوابک به علت وجود نیروی کشش سطحی در برابر باز شدن مقاومت میکند. یعنی چی بچه‌ها؟ مولکول‌های آب با هم پیوند هیدروژنی دارن، قبول؟ بنابراین اگر شما مولکولای آب و هیچ نیروی بهش وارد نکنید، دوست دارن چیکار کنن؟ دوست دارن بیشترین سطح رو با خودشون داشته باشن، کمترین سطح رو با هوا داشته باشن، چون هوا باشون پیوند هیدروژنی برقرار نمیکنه، ولی اینا چون خودشون با هم پیوند هیدروژنی برقرار میکنن، سطح انرژیشون میاد پایینتر. پس بچه ها اگر یه هوابک داشته باشیم که به این صورت باشه و این سطحش رو آب پوشونده باشه، این آب دوست داره چیکار کنه؟ این آب دوست نداره سطح زیادی با هوا داشته باشه، دوست داره سطح با خودش زیاد باشه و با هوا کمترین سطح رو داشته باشه. بنابراین اگر هیچ آیتمی نداشته باشیم، این هوابک جمع میشه، کل این ناحیه رو آب میپوشونه و تنها سطحی که با هوا میمونه فقط همین ناحیه است. میبینی این ناحیه بالایی تنها سطحیه که با هوا میمونه، پس کل اینجا رو آب میاد میپوشونه. این در صورتیه که هوابک جمع بشه، دوست داره چی باشه؟ کمترین سطح رو با هوا داشته باشه و بیشترین سطح رو با خودش. ولی اگر ما یه کاری کنیم که کشش سطحی آب کم بشه، بچه‌ها کشش سطحی آب کم شه، یعنی تمایل آب برای کشیده شدن به خودش، برای جمع شدن کم بشود، یعنی اون پیوند هیدروژنی‌ها رو یه کاری کنیم که دیگه
خیلی قوی نباشن، یعنی یه کاری نکنن که مولکول‌های آب به هم جذب شن. یه روشه که با این کار میتونیم اینو باز نگه داریم، هواک رو باز نگه داریم. بنابراین هواک به علت وجود نیروی کشش سطحی در برابر باز شدن مقاومت میکنه. ماده ای به نام عامل سطح فعال، بچه ها یک حل شونده است، این مایع نیست بلکه در آب سطحی حل می شود. یعنی یه سری ها فکر میکنن آقا عامل سطح فعال یا سورفاکتانت چیه؟ همون مایع است که سطح رو می پوشونه. نه آقا، اون مایع آبه. عامل سطح فعال یه چیزی مثل نمک میمونه، یه مایعیه که حل میشه، یه ماده‌ای که حل میشه تو اون آبه، باعث میشه کشش سطحی کم شه که از بعضی یاخته‌های هوبک ترشح میشود، که این بعضی یاخته‌های هوبک منظور یاخته‌های نوع دومه دیگه، فقط از یاخته‌های نوع دوم ترشح میشه. با کاهش نیروی کشش سطحی بازشدن هوبک رو آسان میکند. در بعضی از نوزادانی که زود هنگام به دنیا آمده عامل سطح فعال به مقدار کافی ساخته نشده، بنابراین به زحمت نفس میکشند نه اینکه بمیرند. اوکی؟ یعنی به خاطر نبود سورفاکتان اینجوری نیست که کلا هوبکشون باز نشه، ولی مثلا به جای اینکه یک زور خیلی کم بزنن با سه نفس، مجبورن از همه عضلات تنفسیشون استفاده کنن که هوای بیاد تو، چون شش خیلی سخته باز شدنش. اوکی، چرا این اتفاق میفته؟ بچه ها عامل سطح فعال ترشحش در چیه؟ با توجه به همین میتونیم بفهمیم در اواخر دوران دوران جنینی ترشح می شود. اوکی، متوجه شدین چی شد؟ به خاطر اینکه در اواخر دوران جنینی ترشح میشه، وقتی مثلا نوزاد به جای 9 ماه 8 ماه 7 ماه به دنیا بیاد، یعنی زودتر از حد معمولش به دنیا بیاد، عامل سطح فعال به مقدار کافی ساخته نشده، نه اینکه صفر باشه، بالاخره یه ذره ساخته شده، ولی در حدی نیست که بتونه هوبک‌ها رو باز نگه داره، بنابراین نمی‌میرن، به زحمت نفس می‌کشن. در ضمن گفته به مقدار کافی ساخته نشده است، نه اینکه اصلاً ساخته نشود. اوکی، اینم از این. پس عامل سطح فعال هم بسط توضیح دادم چی شد. بچه ها این داستانه چیزو فهمیدین؟ باز شدن و هوابک ها اینا رو عامل چیزا رو فهمیدین؟ کشش سطحی ها رو فهمیدین؟ اونایی که فهمیدن واسه من مثبت بذارن. اگر متوجه نشین، چون کشش سطحیه بچه ها، اون چیزی که تو فیزیک میخونی کشش سطحی، یه ذره اینجا ممکنه متوجه نشی منظورشو. کشش سطحی میخواد همه چی رو ببنده، میخواد هوابک رو ببنده، میخواد سطح تماسش کم باشه با هوا. خب اینم از این. سورفاکتان فسفولیپید نیست، چجور در آب حل میشود؟ ببین آقای ابراهیم زاده، از لحاظ علمی سورفاکتان مخلوطی از چند تا ماده است، پروتئین داره، فسفولیپید داره، یک سری مواد کلسترولی هم حتی توش هست. خاصیت دوگانه دوستی داره، یعنی هم آب دوستی داره هم آب گریزی داره، بنابراین میره لابلای مولکول های آب، باعث میشه که اینا پیوند هیدروژنی هاشون ضعیف بشه با هم. اصلا به همین طریقی که خاصیت دوگانه دوستی داره، باعث میشه بین مولکول‌ها فاصله بیشتر بیفته، اینا دیگه خیلی تمایلشون به هم زیاد نباشه، پس راحت بتونن بازشن. مکانیزم عملش اینجوری، یعنی یه جورایی بچه‌ها مکانیزم عملش همون یه چیزی شبیه به صفرا، حالا مهم نیست، تو پرانتز اینی که گفتم بدونید. خب حالا بریم سراغ شکل‌ها. من تا اینجا گفتم، الان بریم شکل‌ها رو از بالا تا پایین نکاتشو بگیم دونه دونه. چرا؟ چون من می‌خواستم متن رو داشته باشیم که بتونیم شکل‌ها رو دقیق‌تر بررسی کنیم، چون متن نیازه واسه بررسی این شکل‌ها. اولین شکلی که اینجا مهمه، ببین این چه رو داره نشون میده؟ مخاط موجکتار رو بهمون نشون میده. چند نوع یاخته داره؟ اگر نگاه کنی، خیلی دقیق نگاه کنی، می‌بینی چی داره؟ سه نوع یاخته داره. یه نوع یاختش چیه؟ خود یاخته موجک داره. که کارش چیه بچه ها؟ فقط موجک داره، ترشح انجام نمیده. خود یاخته موجک داره فقط موجک داره، زنش انجام میده به سمت بالا، یا همون حلق در واقع منظورمه، مواد رو میرونه. حالا اگه تو بینی باشه به سمت پایین، اگر توی نای و شش باشه به سمت بالا. خب این پس شد یاخته موجک دار نوع اولش. یه سری یاخته ها رو میبینی، میبینی موجک ندارن، مثل همین یاخته بغلیه، در سطحش موجک نیست. یاخته های بدون موجک و ترشح کننده ماده مخاطی. پس اگه بگه این یاخته ها چی ترشح میکنن؟ آب، ماده آب موسین که این ماده مخاطی رو میسازه، لیزوزیم و
سایر مواد ضد میکروبی، نگی فقط لیزوزیما، گفتم لیزوزیم یکی از اون مواد ضد میکروبیه، اینا مواد ضد میکروبی دیگه ای هم ترشح میکنن. کلا بچه ها توی ماده مخاطی به جز لیزوزیم ماده ضد میکروبی دیگه هم هست، در جای دیگه هم همینه، ولی اینجا کتاب مستقیم اومده گفته ترشحات ضد میکروبی، پس دیگه به جز لیزوزیم باید بقیه هم در نظر بگیریم. و یه نوع سوم بچه ها، این یاختای کوچیکی که اینجا میبینی، اینا یاختای نوع سومشن، یاختای کوچک. الان صدا هست؟ خب کلی من اونو تحلیل کردم، اون بالا رو صدا قطع شده. حالا بذارید من توضیح میدم بچه ها، من میگم چرا هیچکی جواب نمیده. بچه ها گفتم سه نوع اینجا یاخته داریم، یکی شاخته موجک داره، یه سری ها شاخته ترشحی، یه سریش هم یاخته کوچک و بنیادیه. یاخته ترشحی کارش ترشح ماده مخاطی، وزیکولای ترشحی هم توش میبینی، ماده مخاطی ترشح میکنه، ترشحات ضد میکروبی هم داره، از جمله لیزوزیم، یعنی لیزوزیم یکی از ترشحات ضد میکروبیه که اینجا ما میبینیم. در ضمن این یاخته موجکداری هم که اینجا وجود داره کارش فقط موجکه، موجکاش هم بچه‌ها میبینید بلندتر نسبت به جای دیگه، ولی بازم موجک حساب میشه، تاجک بهش نمیتونیم بگیم. مورد بعدی این یاخته کوچیک و بنیادی هم بچه‌ها، اینا رو جای دیگه هم داریم، مثلا توی جوانه‌های چشایی و بویایی ما اینو داریم که یه سری یاخته خیلی ریز و کوچیکی هستن که روی قشای پایه قرار گرفتن ولی تا سطح نتونستن روش کنن، پس سن و یاختش بچه‌ها ایناست. در ضمن ماده مخاطی رو می‌بینی بچه‌ها، ضخامتش برابر نیست، سر جا ضخیم‌تر، سر جا نازک‌تره، و این ذرات خارجی هم که توی ماده مخاطی هست میتونه زنده باشه و غیر زنده، پس اینم میشه در واقع انواع ذرات خارجی که توی این شکل میتونیم ببینیم. مورد خاصی بچه‌ها این نداره، در همین حد یاد بگیر تمامه. و در ضمن بچه‌ها یاختای ما هم حواستون باشه، یاختا استوانه‌ایه، تکلای و نامنظم از لحاظ شکل بافت پوششی که داره، استوانه‌ایه، تکلای و نامنظمه. خب توی این شکلی هم که اینجا داریم اینو توضیح دادم، گفتم آقا این ابتدای بینی پوست مودار داره، این هم زبان کوچکه، و حواستون باشه برچاکنای و پردای صوتی جفتشون جزو حنجره به حساب میان، یعنی بخش‌هایی از حنجره به حساب میان. خب اینم از این. مورد دیگه ای بچه ها توی این شکل دیگه وجود نداره، بریم سراغ قسمت بعدی این شکلا. ببین نای و مری، خب بچه ها وقتی میگه نای جلوی مری قرار داره یعنی به سمت جلو، این سمت جلوه، مری سمت عقبه. خب ببین در مورد نای قضروفاش چجوریه؟ در مورد نای قضروفاش به صورت قضروفای سی شکله، گفتم که مری بتونه جا داشته باشه، بتونه در واقع حرکت کرمی رو انجام بده. خب از لحاظ لایه‌هایی که وجود داره ما لایه‌ها رو مثل لوله گوارش به چهار لایه تقسیم می‌کنیم. فقط چه جوریه، چه تفاوتی داره لایه‌هاش؟ ببین از بیرون به سمت داخل بخوایم بریم، ببین بیرونی ترین لایه لایه پیوندیه، این که مشخصه. لایه دومش توی لوله گوارش لایه ماهیچه‌ای بود اسمش، ولی اینجا بهش میگن لایه قزروفی ماهیچه‌ای. نگاه کن عمدتاً قزروفیه ولی کمی ماهیچه هم داره، به خاطر همین بچه‌ها به این لایه به کلش میگن لایه قزروفی ماهیچه‌ای، و بعدش هم زیر مخاط و مخاطه. پس بچه‌ها این سه تا لایه، یعنی زیر مخاط و مخاط و لایه پیوندی، اینا مشابه لوله گوارش هستن، و تنها تفاوت با لوله گوارش از لحاظ لایه‌هایی که داره لایه قزروفی ماهیچه‌ای، اونجا لایه قزروفی ماهیچه‌ای بهش میگفتن، اینجا لایه قزروفی ماهیچه‌ای. پس تفاوت با لوله گوارش در این، توی این شکلی که داریم اگر دقت کنید بچه‌ها مخاط رو که می‌بینی اینجا، مخاط رو برخلاف مخاطی که توی لوله گوارش داشتیم، مخاط لوله گوارش چند لایه داشت؟ بافت پوششی داشت، زیرش بافت پیوندی داشت، و زیرش هم چی داشت؟ در واقع لایه ماهیچه‌ای داشت، یک لایه ماهیچه‌ای مخاطی داشتش. حالا این مخاطی که اینجا می‌بینیم در واقع صرفاً بچه‌ها بافت پوششی داره. اوکی فهمید چی شد؟ صرفا بافت پوششی داره. بنابراین توی شکلی که تو این در واقع قسمت میبینیم ماده مخاطی و لایه هایی که درش در واقع مشاهده میکنی توسط همین مخاطرشون میشه. پس ببین بافت پوششی توی
دستگاه گوارش یک لایه از مخاط بود، اینجا کل مخاط رو تشکیل میده. ولی به جاش زیر مخاط ما بچه‌ها کاملا از بافت چی تشکیل شده؟ بافت پیوندی، یعنی بافت پیوندی سست زیرینی که اونور داشتیم رو توی در واقع این برم داریم، یعنی زیر مخاطش مشابه ولی مخاطش میخوام بهت بگم خیلی نازک‌تره. از لحاظ غدد ترشحی که داریم بچه‌ها، غدد ترشحی هم اینجا در دو تا ناحیه مشاهده میشه. غده ترشحی هم میتونه زیر مخاطی باشه هم میتونه مخاطی باشه. پس غده ترشحی مخاطی و غده ترشحی زیر مخاطی در واقع بخشایی هستن که ما اینجا میبینیم. اون طرف هم توی لوله گوارش من توضیح داده بودم، گفتم آقا غددی که نفوذشون کمه یه مقدار فقط فرو رفتن غدد مخاطی حساب میشن، غددی که نفوذشون زیاده و درون زیر مخاط فرو رفتن غدد زیر مخاطی مشاهده حساب میشن. بنابراین غدد زیر مخاطی هم اینجا داریم مشاهده میکنیم. در ضمن بچه ها اگر به ما بگن که در هیچ ناحیه از قزروف ما نمیتونیم یک حلقه ماهیچه‌ای کامل ببینیم، از میخوام در هیچ لایه از نایی نمیتونیم یک حلقه ماهیچه‌ای کامل ببینیم، این درسته یا غلط؟ در هیچ ناحیه از نایی حلقه ماهیچه‌ای کامل نمیتونیم ببینیم، این غلطه. چرا؟ ببین در نواحی که قزروف سی شکل رو داریم درسته، نگاه کن حلقه ماهیچه‌مون کامل نیست، فقط در یک ناحیه ماهیچه داریم، ولی بین قزروف های سی شکل چیه؟ بین قزروف های سی شکل، بین قزروف ها فقط ماهیچه داریم. پس نکته مهمش اینه که فاصله بین این قزروف های سی شکل صرفا ماهیچه پر شده. کلاس تا ساعت یه ذره دیگه بچه ها، ما این بریم این تیکر رو تمامش کنیم، کلاس تمام شه 10 دقیقه رو دیگه تمامه. خب اینم پس داستان قزروف و لایه ماهیچه‌ای که صحبت کردیم. پس حواست باشه لایه ماهیچه‌ای فقط در بین این حلقه‌های سی دیده نمیشه، در بین دو تا حلقه قزروف هم ما لایه ماهیچه‌ای رو داریم. خب بچه ها مری هم داری اینجا نگاه میکنی، مقطع مری هم بهت نشون داده، مری هم چهار تا لایه‌اش مشخصه. حواست باشه که بافت پیوندی مری و بافت پیوندی نای با هم مرتبط است. پس بافت پیوندی مری و نای با هم مرتبط است و یه بافت پیوندی هم میبینید دوتا رو از هم جدا کرده، یعنی بافت پیوندی مری دور تا دورش رو گرفته. در ضمن با بافت پیوندی نای هم بچه ها یکی شده، در این ناحیه بافتای پیوندی با هم دیگه یکی شدن. درون نای بعد درون مری بچه ها در لایه داخلی مری آیا چین خوردگی داریم؟ یعنی مخاط چین خورده رو واسه مری هم در نظر بگیریم یا نه؟ مخاط چین خورده رو واسه مری هم در نظر بگیریم یا نه بچه ها؟ بله دقیقا مخاط مری واسه مخاط چین خورده برای مری هم در نظر گرفته میشه. تو این شکل اگر نگاه کنیم چین خوردگی های مخاط رو میبینیم، پس چین خوردگی هم اینجا ما توی مخاط مری داریم. خب بچه ها دیگه مورد خاصی نداره، فقط اکثر کارش مقایسه مری و نای دیگه، یعنی اکثر تستایی که میدن به صورت مقایسه مری و نای هستش. بریم پایین تر این شکل رو نگاه کنیم. ببین شکله چیز مهمی که داره از لحاظ نوع قزروف هاست، شکل قزروف هاست تو اینجا. حواست باشه قزروف های نای به صورت سی شکل هستن، قزروف های ناجه اصلی به صورت او شکل یا کاملن یا حلقه کاملن بهش میگن، حلقه کاملن. ولی ناجه فرعی که دیگه میرسیم، اوکی ببین ناجه اصلی شد حلقه کامل، نای شد سی شکل، ناجه فرعی که میرسیم به صورت قطعه قطعه قزروف ها دیده میشوند. پس سه حالت داره، یا سی شکل یا حلقه کامل یا قطعه قطعه. اینو تو تستا میپرسن که قزروف به کدوم شکل، و به نایجک هم که دیگه میرسیم حالت بدون قزروف رو میبینیم. درباره مقایسه بچه ها نایجه اصلی سمت راست و سمت چپ حواستون باشه، نایجه اصلی سمت راست به خاطر اینکه به یه شش بزرگتر میره، به یک ششی که سه تا لوب داره میره، هم ابعادش بزرگتره پس بزرگتر، هم بچه ها افقی تره که بتونه به اون لوب بالایی هم در واقع هوارسانی کنه، پس بزرگتر افقی تر و کوتاه تر. اندازش بزرگتره ولی طولش کوتاه تره، در ضمن افقی شیبش کمتره. از اون طرف بچه ها ناجه اصلی اگه بخوایم ویژگی هاشو بگیم چیه؟ شیب دارتره، کوچکتر و بلندتر، یعنی نازکتر و بلندتر. بذارین به جای کوچکتر بگیم نازکتر بهتر.
اینم از این شکلی هم که بچه ها اینجا داریم چجوریه؟ این شکل هم شکل هوابکه، داره توضیح میده. کیسه هوابکی رو میبینی بچه ها، هوابکا در واقع به دو صورت میتونن مشاهده بشن، یا به صورت مجتمع و کیسه هوابکی، یا به صورت منفرد. پس اینجا داریم میبینیم که هوابکا به دو صورت میتونن مشاهده بشن، یا به صورت منفردن یا به صورت کیسه هوابکی. کیسه هوابکی بچه ها همیشه در انتهای یک ناژک مبادله‌ایه، ولی هوابک‌های منفرد در روی این ناژک‌های مبادله‌ای کنار هم دیگه قرار گرفتن. و بچه‌ها مخاط موژک‌دار اگه بخوایم بگیم تا کجا تمام میشه، تقریبا تا اینجاها مخاط موژک‌دار دیگه تموم میشه تو ناژک مبادله‌ای. ابتدای ناژک مبادله‌ای مخاط موژک‌داره و اینم که بچه‌ها ناژک انتهاییه، دارید می‌بینید بزرگتر ابعادش و ناژک انتهاییه. خب بچه‌ها اگه موافق باشین این تیکر رو من بگم که تا آخر این گفتاره تقریبا رفته باشیم و بعدش بریم سراغ ادامه در واقع کارم. خب ببین میگه اطراف هوابک ها را مورک های خونی فراوان احاطه کردن. ببین ترتیب امکان تبادل گاز ها بین هوا و خون فراهم شده است. این مورک های خونی رو جلوتر میگه کلاس داریم بچه ها. اگر که خب باش بذاریم پس بریم جلسه بعد بگیم، چون اگر بخواد کلاسشون تداخل بخوره اینجوری نمیشه. باز بچه ها من سعی کردم نکاتشو کامل بگم، میشد خیلی سریع گفتش، این تو نصف جلسه میشد کل این فصل رو گفت، و من خواستم چون همه چیز رو کامل در واقع توضیح بدم به این علت بودش که در واقع یه مقدار طول کشید، ولی خب دیگه چاره نداریم، از جلسه بعد یه ذره باید سریع‌تر بریم که به آزمون برسیم. یعنی به قیمت این که اگه بخوایم بازمون نرسیم ولی کامل بگیم نمیشه. حالا بعد این تیکه کامل گفتنشو بعدا میتونیم کلاسای جدایی بذاریم تکمیل کنیم کلاسو، ولی خب چیزی که هست اینه که از جلسه بعد بچه‌ها یه ذره سریع‌تر میریم و خب یه سری نکات دیگه خیلی ریزی که دیگه واسه مثلا 80 تا 90 رو اونا رو در واقع میذاریم واسه یه تایمی که جدا بخوایم جمع‌بندی کنیم و صحبت کنیم. خب آره من چشم، من اونو در مورد جزوه رو بهتون میگم بعد کلاس، یعنی تاکید می‌کنم بعد کلاس گذاشته بشه. فیلم ضبط میشه؟ بله فیلمش ضبط میشه، واسه دوستایی که ثبت نام کردن تو پنلشون گذاشته میشه، واسه دوستانی که ثبت نامی نیستند در واقع میتونن ثبت نام بکنن با اون شماره‌ای که اون بالا گذاشته شده، میگه در واقع نوشته شده که عدد 6 رو به اون شماره 0935 35 255 ارسال بکنن، اون موقع در واقع واسه شون پیام فرستاده میشه و میتونن تو پنل بیان در واقع ببینن ویدیوهای کلاس رو و جزوه هایی که وجود داره رو. خب بچه ها سوالی اگه دارین بپرسین. سقف بینی مخاط موژکدار داره؟ آره سقف بینی رو حالا من میخواستم اونو جدا توضیح بدم. سقف بینی بچه ها داستانی که وجود داره در امروز، تفاوتی که با جای دیگه داره، سقف بینی مخاط موژکدار نداره. سقف بینی مخاط داره ولی موژکهاش به خاطر خود سلول های پوششی نیستن، موژکهاش به خاطر در واقع یاخته‌های عصبی هستن که یه سری در واقع موژک رو اون یاخته‌های عصبی هست. پس ببین در سقف بینی هم موژک داریم هم مخاط داریم، ولی مخاط موژکدار رو نداریم. خب حالا بچه‌ها خسته نباشین، جلسه بعد مباحث رو کار خواهیم کرد و دیگه ایشالله که جلسه بعد برسونیم به قلمچی، به خاطر اینکه یه ذره می‌خوایم سریع‌تر پیش بریم. حالا بچه‌ها خسته نباشین.